ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاست سپینو خبرو پروګرام ته دوستان عزیز ارزی سلام و احترام از خدمت فرد فرد از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخنی وریان امروز پنجشنبه 12 دسامبر 2019 میلادی خدمت شما قرار داریم و اخبار 24 ساعت اخیر و یا بگویم 48 ساعت اخیر پخش می داریم از رسانه های افغانستان بالای هر کدام انشاءالله تبصره خواهیم کرد طور معمول و شما هم آزادانه می تانین در رابطه با اوضاع افغانستان نظریتتان بیان بدارین. مرکز اطاعتی نظر امروز می تانه از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخنی وریان بالای مسائل افغانستان هنچی در وطن میگذره و یا آنچه در بیرون از افغانستان و سرنوشت ساز است بالای وضع افغانستان تاثیرات عمده خود داره. البته گفتگوهای صلح در قطر میان هیئت امریکایی و طالبان همچنان دوام داره و زمه مهم که دیروز خبری بسیار گرم و داغی مطبوعات هم بود و احتوا داشته بود، حمله تهاجمی طالبان بالای قرارگاه نظامی باگرام بود که البته شبخون زدن و چند تا قوای اجنبی را هم زخمی ساختن هم به قتل رساندن و اثرات جانبی هم داشت که البته مردم عام زخم برداشتن که یقینا انفجارات و انتحارات بگویم یا امو اثرات جانبی بسیار بد خود داره که خانه های مردم ویران میشه، آدم کشته میشه، خون ریختانده میشه. متاسفانه همینطور است، جنگ حاصل نیک نداره و نویدی هم نداره، متاسفانه همینطور بوده و افغانستان به حساب در طول 40 سال در آتش جنگ و خونریزی ها می سوزه و تنور گرم برای امیال دیگرها شده و باج از روی مردم افغانستان می کشه. این حمله جالب است و تحلیلات البته می تانه داشته باشه، اگرچه حمله طالب حمله این نبود که همه قرارگاه را تسخیر کنه و امریکایی هم تارمار شوند و فرار کنن، منتها از لحاظ هم سیاسی و هم از لحاظ ای که در یک قرارگاهی که در جوار کابل ولسوالی بگرامی قرار داره و مهمترین قرارگاه بیس نظامی اشغال بگرام شمرده میشه و همه ساتلات های کشورهای زیدخل در قضایا بالای بگرام هست و تعداد کثیر قوای اجنبی در بگرام مستقر هستند و حتی زندان هایی که در اونجا افغان ها شکنجه میشه هم در بگرام قرار داره. بنان یک محلی بسیار امن باید برای از اونا باشه و سیکیور و ای که از لحاظ امنیتی بیشتر مورد توجه قوای بیگانه بوده، در همینطور یک محل طالب رخنه حاصل میداره و طالبی که کنه خیال است و در قرن حجر زندگی میکنه و مردم تارمار میسازه و نوکر پاکستان است و نوکر نمیدانم کی است دیگه، یعنی بدبین زیاد داره طالب و یقینا باید هم داشته باشه چون کسایی که به اشغال پیوستن و از اونجا تغذیه میشن وقتی یک خطری برای امو منافع شخصی از اینا باشه که او طالب است اینا حراس دارن و خواهی نخواهی امو سب کانشیس مایند یا شعور باطنی از اونا در ضد قرار میگیره و الفاظ رکیک بد و بدبینی ها و مطبوعات یک سر از ضد امون طالبای کونخیال قرون وسطا میفته و مردم هم او را باید بپذیرن. خواهی نخواهی تکرار اشتهار ذهنشین میشه در افکار مردم و امون مردم به همه توی قرارگاه رفتن و رساندن خدا و قرار اعلامی طالبان که زبیولای مجاهد یگانه سخنگوی از اونا
و البته قاری یوسف هم یک کسی دیگه، یک چهره دیگه هستن که اونا رو تا حالا ما مصاحبه کردیم، اونا صداشون رو شنیدیم. ذبیح الله مجاهد از خسارات فراوان با قوای اجنبی اشغال که چندین تنی از اونا رو به قتل رسانده و زخمی ساخته، مگر طوری که بشری چیزا خصوصا خسارات و البته در جنگ ها در افغانستان قرار امری با دارایشان مطبوعات باید او را مخفی نگه دارد، در اینجا هم شاید یک مصلحتی در میان بوده. مگر هرچی بود، دوستان عزیز، ابعاد بیشماری را میتانه همی حمله داشته باشه که چطور میشه در یک بیس نظامی قوای ایالات متحده امریکا یک چند نفر طالب با همه ابزار ابتدایی انفجاری خود میرسانه و 5-6 تنی از اینا را قراری گفتی از اینا در امو تو یک محل سیکیور و امن زخمی میسازه و به قتل میرسانه. این بسیار جالب است. و از طرف نشستایی که در قطر هست او میتونه به هم بخوره، مگر این بار از آقای دونالد ترامپ خبری نبود که خلیلزاده بگوید بده و پس برگرد که طالبا باز هم بیتابی میکنن و ضد ما تلوار خود برداشته 5 تن ما را زخمی ساخته در بگرام. مگر گفتگوها همچنان دوام داره و طالبا هم دست بسر نشده از جنگ ها. اثرات جانبی از او را بیشتر افغانای ما میگن که خب افغان کشته میشه و چرا نمیرن امریکای ها را نمیکشن، و رفته بودن که امریکای ها را بکشن، مگر دمی را مردم است لاچار در جنگ آدم هم کشته میشه و زخمی هم میشه. اثرات جانبی خود داره. شما باید دارین یک 3 ماه قبل وقتی آقای دونالد ترامپ قهر شد و وحشی گردید که افغانستان ده میلیون آدمی از اینا رو من میتونم بکشم و صاحب افغانستان به خاکستر مبدل بسازم و ضد طالبان هم و هواپیمای جنگی برقاسای خود از خلیج فارس به صدها تا از اون به افغانستان فرستاد و واقعا بسیار سخت کوبنده بمباردمان هم کرد افغانستان. متاسفانه طالب باز هم زنده است و به قرارگاه از اونا خود رسانده و امو حملات غولپیکر ایالات متحده امریکا با پیشرفته ترین تکنولوژی نظامی خود واقعا بشار. اگر یک طالب در یک قریه به قتل رسانده، به هزارها اهالی یک شهر و دیار افغانستان واقعا جانشان گرفته و زخمی فراوان با جا گذاشته، خانه ها ویران گردیده. متاسفانه مطبوعات او را منعکس نمی سازه و قدر تأثیر داری است و او را علنا خود ترامپ بیان داشت و فرستاده و پیماهای خود از اونا اعلان داشتن که نمی دانم در ماه گذاشته ما 11,000 حمله هوایی بالای طالبان کردیم. طالب یکی از اهالی افغانستان است، لباس افغانی داره و دین افغانی و مذهب افغانی و نمیدونم افغانستان در امون قریه و قریجات در بافت اجتماعی افغانستان کدام یونیفرم خاصی نداره، یونیفرم مردم افغانستان داره و ریش و کلا و سله از اونا. در اونجا بسیار مشکل است که نشانه بگیرین که در مغز همی آدم ریشوالات افکار طالبی است، خود از طالب است و یعنی دشوار هستم. سطر و اخفای طالب مردم افغانستان است که در بافتی از او همه تو کرس کرده مثل انساج یک بدن. در یک بدن شما چطور میتونین او را تا بشار با لابراتوار نبرین و سب نسج کشنده را معلوم نکنین، همه تو از دور آدم نمیدانه که در این بدن کدام حجره بدن انسان ناقص است یا به عظام از اونا. برحال افغانستان هم از لحاظ شناخت طالب همونطور یک مسئله را همونطور یک معنا را افاده میتونه بداره. بنان افغانستان بنام طالب بسیار بمباردمان گریده، بسیار مردم اهالی افغانستان جان باختن، قریهایشان ویران گردید در طولی چند ماه. خود دونالد ترامپ اعلان داشت و این وفتابی است. برحال در این مسئله هم طالب رخ نکرده و در اونجا گفت شنود در قطر همچنان دوام داره که انجامی از او یا فرجامی از او چی خواهد بود نمیدانیم. دوستان عزیز، یک حقایق افغانستان است، بنابر آنچه میگذره در افغانستان اخبار افغانستان با استناد بر شما پخش میداریم. در اینجا کدام ملاحظه شخصی و
حب و بغض موجود نیست. یا تاریخ وقتی من میکاوم در تاریخ افغانستان بعضی کسایی که عاملین سیاست بودن و مسائل به حساب باعث شدن زنده هستن و بعضی مردن یا وفات شدن یا کشته شدن، اونا هم کارنامه های از اونا رو تاریخ به حیث یک آینی گذشته ها درج داشته، کارنامه های از اونا رو باید بیان بدارین. افغان عقیده به این است که آدم مرده دیگه پشت مرده گپ نزنین، خیلی مرده یعنی تاریخ بکشین، در زبالدانی بیندازین که هیچ چیز دیگه در تاریخ شما آنچه درد شده او را گم کنین چون او آدم مرده. نه، اعمال انسان ها وقتی یک انسان میمیره نزد خداوند هم اعمالی از او نمیمیره، در او جهان وقتی یک انسان دوباره پس زنده میسازه اعمالی از او را میپرسه و در این دنیا هم اعمال یک کسی که وفات شده خوب و بد از او باقی میمانه. بعضی مردم چی میگم و خیرات جاریه داره، مثل پل است، پلچک است، کلینیک است. بعضی انسان ها کارنامه های از اونا باقی میمانه و مستمر هست، دوامدار است، اولادی خوب است، از علم خود برای مردم استفاده کرده، حتی یک درخت لب خیابان گذاشته، مردم از او، عام مردم از سایه از او، از میوی از او استفاده میدارن، یا یک پل تعمیر کردن از او پل مردم، یک آسایش برای مردم به وجود آمده، او یک خیراتی است که بعد از مرگ انسان ها باقی میمانه. بنان یارا اگر همه را پهلو به پهلو بگذارین، عرض مدری بود که دوستان عزیز متاثر نشوین که در گذشته ها بعضی هایی که موجود نیستن اونا را یادآوری میشه در مسائل افغانستان و یا به گذشته ها وادار میشیم در بحث های جاری افغانستان اسمی از واب برده میشه، شما قهر و غضب آلود انشالله نمیشوین. باز اگر شدین دیگه خب افکار آلوده شما خواهد بود، ما هم شما را مقصر نمیدانم. به هر حال امیتو بوده خبر اول ما امو است و آقای کرزای باو که ما با اونا مخالف استم باعث اشغال گردیده، یکی از برده های اولی از اونا یا رئیس جمهوری اولی از اونا آقای کرزای بوده، با همه تفاوت های فکری و طرز دید ما و کرزای، باز هم کرزای برآمد گفت که ای که از طالب مطالبه میکنه که صلح کنن در افغانستان، آتش بس صورت بگیره، خود تناقض داره که خود از وا بمباردمان میکنه و طالبه میگه حمله انتحاری نکو. مرا ولی همی گپی از القومی هر کس یک حرف ملی بیرون شوه او را ما دوست میداشته باشم و تقدیر میکنم یه حرفای آقای کرزه. این خبر آمست و باز خبری که پامپیو وزیر خارجی ایالات متحده امریکا، اونا هم و همچنان وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در یک حضور استهزائیه در کانگرس امریکا و رئیس ستاد نظامی امریکا صحبت میکردن، جالب بودی. چند خبر امروز داریم با هم مشترکن، انشالله تحلیل و تفسیر خواهیم کرد. توجب دارین به خبر حمله تهاجمی طالبان بالای قرارگاه نظامی باگرام. مهاجمان بامداد روز چهار شنبه شفاخانه غیرفعال را در نزدیک روستای جان قدم آماج قرار دادند. گواهان رویداد میگویند که 7 مهاجم پس از منفجر ساختن 2 موتر پر از مواد انفجاری وارد محوطه این شفاخانه شدند و برای ساعتها با نیروهای خارجی و افغان به درگیری پرداختند. گروه مهاجمان پتیزشون 6 نفر میرسید در داخل شفاخانه میشن. که خوشبختانه تلفات نظامی هیچ نداشتیم، در شفاخانه کسی نبوده و در عقب شفاخانه تاورای امنیتی خود بیز باگرام قرار داشت. همزمان قطعات ما به محل رسیدیم، سواره کور کردیم. این شفاخانه که به غیر نظامیان خدمات رایگان بهداشتی را ارائه می کرد پس از بیرون شدن نیروهای کره جنوبی در سال 2016 غیرفعال شده بود. شدت این انفجار سقف های چندین خانه را فرو ریخته است. به هر خانه ای که در نزدیکی های رویداد آمدیم دیده میشه که شیشه ها فرو ریخته و حتی دیده میشه که برخی خانه ها سقفاش فرو ریخته. مادرم زخمی است، برادرم زخمی است، من خودم زخمی استم، خانه ما خود مکمل عوار شده. ما زخمی شدیم، سیاسرا بسیار پشتوکای ما از سیاسرا زخمی شدن، دیگه خانه ما مکمل تخریب شده. بیشتر زخمیان این رویداد که زنان و کودکان هستند اینجا به یک درمانگاه در ولسوالی باگرام آورده شده اند. بچه‌ها کم فرق شد، خودم شانه ایم اوگار شده،
خوشی مومن دست پایش ریشه اوگار شده. من خیستم که دانه ماز خیزم که یک دفعه لرزه کرد. لرزه کرد که شرنگه است خیست. اما قشد که زنم سر شیشا خود کشیدم. هرچند طالبان ادعا دارند که در این حمله ده ها سرباز خارجی کشته شدند، اما ماموریت حمایت قاطع می گوید که بجز از زخمی شدن سطحی چند سرباز خارجی، در این رویداد تلفات به نیروهای خارجی وارد نشده است. طالبان تروریست یک بار دیگر وحشت آفریدند و در نتیجه این حمله تروریستی شامل یک خانم، دو تن از افراد ملکی شهید و به تعداد 71 نفر دیگر زخم برداشتند. پایگاه نظامی بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان است که مکنون هزاران تن از نیروهای خارجی در آن حضور دارند. پس از اثرگیری گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در قطر، این نخستین حمله بزرگ مهاجمان است که در کشور صورت میگیرد. حمله ای که بیشترین تلفات و خسارات به غیر نظامیان وارد شده است. خالد نیکزاد، تلو نیوز، ولسوالی بگرام. بله، درست است. دوستان عزیز، بعضی نوکرها و چاکرها اشغال اونجا بلند شدن که آمدیم و ساحر کنترل کردیم و دیگه کردیم. یارفا را امو اردوی پرچم و خلق هم در برابر مجاهدین میگفتن و همیشه خون طالبا باید میاره تاریخ افغانستان. گاهی اگر شنیده باشین شخصی به نام عجب خان و برادر از شاهزاده خان، دو برادرای افریدی ما در با تهانی انگلیسی خدا برابر می سازند، در دل شب شب خون می زنند و از سر قلعه تو سر با فلک قلعه نظامی انگلیس ها داخل می شن و جنرال انگلیس ها به قتل می رسانند. خانمی از اونا را گروگان می برند و در منزل خود باعث یک خواهر خود برای ماها نگه می دارد تا ای که انگلیسی‌ها پایدار میانی میکنه و خانم دوباره رها میشه. وقتی به انگلستان میره و تعریف و تمجید از افغان میداره و به خط زرین تحریر شده که شهامت و کرامت و نجابت افغان تمثیل میداشت. حال هم ساز و برگ نظامی و پیشرفت های نظامی در عرصه نظامی عسکری خصوصا ایالات متحده امریکای قدر خوده قلابند ساختن که بسیار مشکل است به دشواری به همه تو یک مرکز برسانن، همی که خود رسانده و قربانی دادن و چی میگم و از خانه و کاشانی خود دفاع میدارن، مثل که در درون خان منزلگاه یا لانی یک کبوتر یا یک پرنده دستان داخل بسازین و یک نول و منقار پنجال شما را بزنه دفاع کنه از چوچه ها و کاشانی خود. در اینجا هم همه تو حیثیت داره، تیاره ها و گول پیکر نظامی را طالبان ندارن و ضد هوایی هم ندارن، همه تو که مجاهدین نداشتن تا که استنگر بشن ایشان دادن. اینجا هم اینا در خود لشکر زمینی هستن در برابر همه ساز و برگ نظامی جهان اشغالگر و مستکبر. خبر بعدی از والقوم آقای کرزای بعض کلمات بیرون شد، در همی خبرنامه گنجانیده شده و فکر میکنم همه تر از فرزاد جان توجب داریم. در حالی که از جزئیات مذاکرات امریکا و طالبان در دوحه که وارد پنجمین روز شدند اطلاعات زیادی به دست نیست، حمله پیچیده روز چهارشنبه طالبان در بگرام نگرانی های زیادی را درباره پیشرفت در این گفتگو به بار آورده است. بده که شک نشته چه امریکایان ده خبر و ده پیل نه پا ده دار که او چه ممکن یو شمیر حقه کلی چه طالبان و دینه نسرسخت کلی دی او اغوی نه ده امریکایان و سرسول اغوالی او نه ده اغوال حکومت سره سول خبر غوالی او غی غوالی چې لنظامی لارې بیرته خپل او اسلامي امارات جوړ کی، هغه ممکن د خبرو د سبوتاج د پاره حمله ته دوام ورکړي. وین نشانګر دو موضوع چې کی موجودیت چند دستگی د سطح رهبری گروه های طالب ها نشان میتم. در همین حال حامد کرزی در گفتگوی با خبرگزاری اسوشیتد پرس برخورد امریکاییان را با مسائل چون سال و آتش بس در کشور زیر پرسش میبرد. این یک تناقض است. شما خواستار یک آتش بس هستید و در همین حال صدها بم را در یک ماه بر کشور ما پرتاب می کنید. این چگونه ما را به یک آتش بس خواهد رسانید؟
کاهش خشونت ها در کشور از بحث‌های اصلی دور تازه گفتگوهای قطر دانسته می شود و این به معنای خودداری طالبان از راه اندازی عملیات های بزرگ، حمله های انتحاری در شهرها، عملیات ها در برابر شهرهای بزرگ و عملیات ها در شهرها می باشد. قسمی که دفعه قبل دیدیم نمی خواهیم که دوباره متوقف شد و از طرف ما خوشبین هستیم که این گفتگوها به سر برسد. پیش از این سخنگوی دفتر طالبان در قطر از گفتگوها میان نمایندگان واشنگتن و طالبان روی چگونگی امضای توافقنامه میان دو طرف سخن گفته است که در دور پیشین این گفتگوها به میان آمده بود. اما به گفته منابع آگاه از این روند دو طرف درباره مسائل چون کاهش خشونت ها، آتش بس و گفتگوهای میان افغانان به توافق نرسیدند. بله دوستان عزیز، خبر هم جالب بود. همچنان همونطور که عرض کردیم پامپیو در رابطه با حمله دیروز و همچنان امکاناتی که قوای خود از افغانستان بیرون می‌دارند و بعض تعدادی از اونا را در افغانستان نگه می‌دارند تا ترور سرکوب بدارد، تروریسم، در حالی که خود از اینا افغانستان را ترور کردند با داشتن همه توی حکومت ناقص و انتخابات قلابی و دموکراسی به معنا برای زجر مردم افغانستان اینا را حاکم ساخته، دیده بدانسته مردم برباد ساختن افغانستان. در طول چند سال 150,000 طوری که اینا میگن، ما فکر میکنم یه عدد بسیار ناقص است، بسیار تعداد زیاد جان باختن و در 18 سال جنگ بود دو طرفه و فکر میکنم تعداد کشتگان و زخمیان در افغانستان بیش از 500,000 آدم بیشتر کشته شده باشه و زخمی شده، خانه هایشان ویران گردیده، اما تو که با مواد مخدر گرفتار شده و هم اون به جمله کشتگان فکر کنید، یک کسایی که زیر خط فقر زندگی میکنه و اونان روزمره خود ندارن و متکی هستن به اقتصاد بیگانه و اینجوها و پولای سرقت شده از قوای ناتو در خدمت از اونا قرار گرفته، همه از اینا رو پهلو هم قرار بدین، یک ترور از کشور در ترور شده و در حال ترور است، باید رها شود. چنگ ظالمانی که به افغانستان یورش آورده و در اونجا رایزنی روان است در قطر و یگانه گروهی که رویاروی با امریکا در گفته شنود است اونا هستن. این دیگه خو مارای مرده هستن با انتخابات و که الان نمانم زایره و که من رئیس جمهور میشم و دیگه میگه من میشم و سب یا چپ و راست هم یا احزاب سیاسی در اختیاری از اینا هست، زیر کنترلی از اینا هست، برده و غلام و مزدوری از اینا هست. یکانه کسی که امروز یک رسوخ دارن از دیونا بیرق افغانستان به دستشان هست همی طالب هستن که رویاروی با چندین ابرقدرت جهان هم در جنگ هستن و هم همین حال در قطر رویاروی با اینا نشستن گپ میزنن. در غیر از او امریکا خود دیوانه نیست که با یک آدم سر را صحبت کنه. این واقعیت ها سیره میپذیرین، بپذیرین، نمیپذیرین. البته شما گفتی امریکا منتل بلاک دارین یا مغز ما بسته شده، امو چیزی که شنیدیم و خواندیم و امو از او هیچ بیرون نمیشه، از امو حلقه فکری ما. برین چشمتان رو باز کنین، اخبار روز است. طالب پاکستانی در برابر حکومت مزدوری 49 کشور جهان، طالب نمیخواد که با امرای تو یک حکومت مزدور گپ بزنه. طالب بالای موقف خود استاد است. امیالی چانزنی هایی که صورت میگیره این ماها را در بر گرفت، بمباردمان و اما مظالم از اینا را پذیرفتن، باز هم یک خطوه و یک انچ گفته بعضی ها از موقف خود عدول نمی کنن. خارجی باید افغانستان ترک بگوین، وطن ما را ایلا بده، استقلال ما باید اعاده شود، ما خود ارادیت باید داشته باشیم. یکی عقب از این که استاد است نوشی جانشان والا آفرین چشم از این همین مزدورای شوروی وقت و صاحب همین مزدورای پاکستان و آل مزدورای امریکا در برابر از اینا یکشان مقاومت نکردن. ما روز داکیمنتری میدیم در کابل چی منار مقاومت، و برادر کدام مقاومت؟ ما خود مقاومت ندیدیم، نمیفهم کی دیده او رو. کلشان گریختن، صاحب کابل هم ایلا دادن و وطن هم بگرز که نمیگرز. حالی بعد از او آوردنش یک
از چپ و راست کل دنیا رفتن در جان طالب چسبیدن. 3 ماه در جنگ بودن و 10,000-20,000 قربانی و یا چند تا دوز و دقل ما را آوردن سرگن اقتدار گذاشتن. این واقعیت است. من نیست بین چلنج کنیم صحبت کنیم با برحال. دوستان عزیز خبر بعدی همونطور که عرض کردیم آقای پامپیو و همچنان وزیر دفاع امریکا مارک اسپر است فکر میکنم و یکی دیگه از اینا بیلی ملی رئیس ستاد ایالات متحده امریکا در یک نشست استعزائیه در کانگریس در رابطه با افغانستان صحبت داشتن. یه خبر وسیع و جالب است. توجه دارید وزیر خارجه آمریکا حمله تهاجمی طالبان بر بخشی از پایگاه نظامی بگرام در اوج گفتگوهای صلح را که در آن بیش از 80 تن به شمول 5 سرباز خارجی زخمی شدند را محکوم می کند و می گوید که واشنگتن می کوشد تا از راه گفتگو به این خشونت ها پایان بدهد. ایالات متحده آمریکا تلاش های خود را برای کاهش این گونه خشونت های بی‌معنا ادامه می دهد، به خاطر که مردم افغانستان مستحق پایان دادن به خشونت ها هستند. از سوی هم نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه برای ششمین روز هم پشت درهای بسته درباره امضای توافقنامه صلح ریزنی کردند. گفتگوهایی که به باور معاون شورای عالی صلح هنوز هم خطر برهم خوردن آن وجود دارد. از طرف دولت آمریکا کدام شرایط نو مانده شده باشه که یا گفته شده باشه که یک تعداد عسکر ما را اجازه بدین که اینجا باشه یا با کدام نام کدام بیست داشته باشن. افزون بر این منابع آگاه از گفتگوهای دوحه میگویند که حمله های اخیر بر بگرام و سنگین هلمند در گفتگوهای دوحه نیز به بحث گرفته شده است. اول امریکایانو در سنگین عملیات کردی، پرون عملیات تکابل سیویدی، اولش پا در سنگین عملیات سیویدی. این در حالی است که بار گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان از بهر یک حمله انتحاری طالبان در کابل برهم خورد. در این دور گفتگوها هم کاهش خشونتها، آتش بس و گفتگوهای میان افغانی از موارد مورد بحث گفته شده که هنوز دو طرف درباره چگونگی آن به توافق نرسیدند. بله دوستان عزیز، یه خبر هم از انتخابات است که ایستا ایستا چی میگم واو که خشک میشم کشتی به شکم خود یا با زمین میفتد. اما تو یک چیز شده دیگه معلوم نشد که نتایج ابتدایی را هم اعلان خواد کردند، در حالی که همی کمیسیون مستقل نیست. اول دروغ میگن اینا، دومی که واجد یا با کفایت نیست. همی خانم بیچاره را اذیت کردن آوردن و خیلی کدام معلمی کدام مدرسه بوده یا چطور خانم نورستانی بگم تو یک مدیریت خطیر را گذاشتن و او را یارای امین نیست که مدیریت کنند. در خود کمیسیون هم کشیدگی ها موجود است، یکی یک چیزی و دیگر یک چیزی دیگری بیان می داره. داره تو یک وقتی که واقعا اگر دموکراسی می بود خب باز گیرم امو کمیسیون قبلی هم علی بطسران والی معرفی شدن، باید هر کدام از اونا در زندان می بود. امی خانم هم روان کنن امو طرف جمع یک چند تایی که تو تیگکا و پهلو به پهلو می نشینن، کارشان معلوم نیست. هم دموکراسی از اینا هم شرماندن و جالب است که اینا خود از اینا کسایی را میگمارن به حیث نمایندگان حکومت دست نشانده خود، در حقیقت نمایندگی از قوای اشغال میدارن. هم بی کفایت ترینه که برای خود از اینا بدنامی را بار میاره. همین کمیسیون دموکراسی را شرماند و انتخابات و اینا را توجه دارین این خبر و بعدا سراغ صحبتای شما رفت میره. البته خبر بعدی از بوده انتخابات تا او را آماده می سازد دوست آمیر من. کمیسیون مستقل انتخابات بحثا جریان دارد که چه زمان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کنند. موش خوشبینوی چی دنن ورزی پا جریان که دغه فیصلی او همدارنګه د دوی مجلسونه نهایی سي او معقول فیصلی څخه وروسته کمیسون ابتدایي نتیجه اعلان ته وسپارل.
اما کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون نتوانسته که چالش های انتخاباتی را حل کند و قناعت نامزدان معترض را در بازشماری آرای 7 ولایت حاصل کند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تاکید می کند که نباید در این وضعیت کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی خاموشی اختیار کند. متاسفانه که کمیسیون شکایت انتخاباتی هم به یک دفتر پذیرش شکایت تبدیل شده. از صلاحیت های خود به صورت کافی استفاده نمیکنه، قاطعیت عمل نداره، محافظه‌کاری در اجراتشان دیده میشه، میبینن که چه قسم کمیسیون انتخابات از این وضعیت میبره و باز چه قسم برخورد بکنن. اینها قاطعانه باید این قسمت ساد شوند، صلاحیت های قانونی خود باید اعمال بکنن و نباید از این بیشتر فضا را با تنش های سیاسی و انتخاباتی غبارآلود بسازن. در این میان کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید برای حل چالش های انتخاباتی تلاش دارند و قرار است برای پایان این چالش ها فردا نشست را با نامزدان معترض، احزاب سیاسی و نهادهای ملی و بین المللی برگزار کنند. سعی کمیسیون شکایت این است که در این نشست بتواند زمینه سازی بکنه برای حل اختلافات. زمانی که اختلافات حل شود و تطبیق مواد قانونی مورد تاکید قرار بگیره، باز او زمان انشاءالله زمینه فراهم میشه برای اعلام نتایج ابتدایی. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در حالی از نشست سخن میزند که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات چنین نشست را برگزار کرده بود که به نتیجه پایان یافت. معلوم نیست دوستان عزیز نتایج ابتدایی انتخابات که اعلان میشه. پیش از پیش من برتان گفتم میتونم، یک کس گفته بود چطور، گفت وزید من بسیار نشانزنی بسیار قویستم. گفت چطور؟ میگه زمیال من میفهمم که نشانه. گفت چطور است؟ گفته یا اگه خطا نشه من حتما میزنمش. سوال من برتان میره گفتم میتونم، خدا گردن من نگیره، یا اشرف غنی رئیس جمهور میشه یا عبدالله برنده میشه، یکی از اینا را حتما ما این عمل برتان اعلان میدارم، یا اگه نبود در دوی از اونا رئیس جمهور میشند، و یا ای که انتخابات به تعویق میفته اعلانی از او صاحب که رئیس جمهور است در اونجا در قطر انباق بالایشان میاره صاحب، این بار چی میگه نه معامر بالایشان حاکم میسازه، یا خب در میان خود انباق ها شمرده میشه. گفته بعضی افغان های ما که تلفون میزنن، و یکی خود من از افغان های خود بسیار متشکر هستم که پری روز یک آقای محمدن و استنتاق کرد از خود ما که چی کار هستی و مسئله حج ما را بیان سوال کرد که کارنامه ما که چی کردین. ما اجبارا مجبور شدم او را بیان بدارم، نه ای که خود کدام خود نمایی، مگر او بسیار برای ما مفید واقع شد. دوستای ما آگاه شدند که تلویزیون چقدر موثر یک تلویزیون بوده، یک وسیله خیر شده برای افغانستان. عضویت تلویزیون پذیرفتند در حدود 4-5000 دلار کردیت کارت و چک و اینا فرستاده میشن. من از اونا متشکر هستم. تای ایمیل های بسیار دوستانه و مهربانانه ما را تشویق کردن، تشکر کردن و ما را گفتن که متاثر نباشی اگه یاوگوی سرسترک و خیابان از یک جای تلفون برداشته یه حرفا را در برابر خودت گفت و ما دوست داریم خودت و شخصیت خودت ضرور نیست که حتی تعریف هم میشد اما میشناسه خودت. ما از همشان اظهار امتنان دارم، از کمکایشان، از اینکه عضو تلویزیون پیام افغان گردیدن اظهار امتنان دارم. من لطفاً باز هم شماره تلویزیون یادداشت بدارین، روی صفحه تلویزیون قرار دارد. ما یعنی همین تلویزیون با کمکای شما با پیش میره، یک تلویزیون ملی و مردمی و صدای شما مردم هست و با همه اکناف جهان پخش میشه، سراسر اروپا، شرق میانه، افغانستان از طریق ستلایت هاتبرد که بسیار قوی یک شبکه است و آدرس تلویزیون پیام افغان و با همه میرسه در مو امکانات محدودی که داریم. و ایر ما برتان اطمینان میتونم اگر قرآن شریف از طریق تلویزیون پیام افغان توسط یک کسی هدیه میشه، شما باور کنین 100% پولی از او به مصارف تلویزیون میره
با بودیجه شخصی بنده هیچ تعلق نمیگیره. اما قربانی را ما دادیم که هم خیر ما مردم با دیگه برسه و کلام الله مجید ترجمه شده و هم پول و منال یا چیزی که سی دی هایی که به دسترس مردم میرسه و ازر خانه یک دعایی میشنویم اون برای ما بسیار مهمه هست. عقب مادیاتی از او ما هم نیستم. سی دی ها پولای از او به تلویزیون تعلق میگیره. خدا شاید است ما برتان اما تو دوستانه چون مسئله قرآن در میان میاد دروگو یعنی نزد خداوند نمیتانه چیزی را وارونه نشان بده. دیگه به اول حاض ما کدام چیزی پنهان ندارم. یا کراهای مقناطیسی اگه فروخته شد پولی از او به تلویزیون میره یا هر فروشی که میشه به می تلویزیون تعلق میگیره و این تلویزیون مرکز اطاعتی نظر شما افغان هست. یعنی از این طریق دوباره پس شما سودی از او به شما میرسه. متاسفانه در میانی همه همی ایمیل هایی که گرفتیم خانم نامش پروانه است که چی هست گای تعریف از طالب میداره و طالب کس بازی نتا و امریکا رو بزانو آورده باز میره جانبداری از همه چای مسود میداره زیر دامنی از او میداره. ما دیدم که خانم البته مشکلاتی در روانی داره و بسیار تکلیف داره و اینجا ما را نقد کرد به او معنا که آنچه گفته شد. او در برابر صحبت یا استنتاق یکی از افغانا بود از ما پرسید ما پاسخ دادم. ما نرفتیم یک برنامه را برای خودنمایی باز نکردیم و نگفتیم پروانه جان و ای که کی قهرمان است به نظر تو باشه در افغانستان خطالی ای که مردم چقدر مردم را کشتن از او که با دوستمون باید قهرمان تر باشه. فرزند سیاف هم با چی قصور داره خوام آدم کشته جنگ کرده در امی جنگ ها شامل بود دیگه شما چرا بیادر و بیادراندر میسازین به مو حدی که او آدم کشته به مو حدی که او باز از طالب فرار کرد باز همی از اینا جمع شدن یک گروه اتحادی سمت شمال تشکیل کردن از حراس همی طالبایی که در قطر با اینا نشستن و در نبرد در میدان نبرد می جنگن. او نظر شخصی شماست که در رابطه با کی سجده میکنین. مگر ما میگم یگانه سجدگاه شما باید خداوند لایزال باشه. از حق نگذرین. روش بگوین. واقعیت بیان بدارین. گردنتان بسته نکنین. بسیار خداوند میبینه شما رو سختگیر و دیرگیر است. در غضب گرفتار میشین شما. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سنگه قاضی صاحب جوری بخیر. د تاسو برنامه نو یو به تاسو ته هم چې بیا د تاسو ستاسو حافظه د دې دوه پلان یاد کړل د افریدی په اړه کې دا پینځوس کال مخکې هم دا کتاب د نظر تر سو او کان ډېر تر خو د افغانستان خلک هغه بیا نه رسو دا شد چې به ولې تاسو سره نیک محمد زوی خپلوان اوسم په مزار کې ژوند کوي دا څه خلک دغه افریدی دا د کوم څه دا کتاب معلومه ده چې پینځوس کال مخکې دی ویلې دی یو دوم دا خلاص دا د تر شې دي سمونو برالو دا کزې ته ولې د کوه کنجو مرده دی نر دی راځي ستاسو دی نظر نه مگر هغه ما برات هم نه ور کړم ویل چې مخالف یم بلبل مگر دغه خبرې اختیار کړې او یو سړی چونی وقت دری میشه برای خدا دری نه دیو میلیون سی سوالی
ډیر مننه تاسو کوم علاوه اوس قاضی صاحب وګوره فرزند طالب وایي که زه د حکومت د افغانستان سره راځم غږیږم هغه هیڅ موجود نه ده اوس خو د اشرف غني خو یو سرپرست رئیس جمهور ده هغه وخت یې تیر کړی ده تر اوسه چا انتخابات هم نه دي ګټلي زه فرزند یو طالب یو چیغې کې هلته وایي چې درسته راځي چې د حکومت د افغانستان سره وغږیږو یو قانوني منبع نشته چې ورسره وغږیږي چا سره وغږیږي اشرف غنی خو همدغه اوس قانوني رئیس جمهور نه ده کنه او نتایج د انتخاباتو معلوم نه دي او هغه هم تقلبي دي یو تقلبي رئیس جمهور سره ما غږیې چې هغه ته نه لري د ننه هېڅ حکومت نه لري او ماته شلی چې راځه د افغانستان له حکومت سره وغږېږه ولو احزابو سره خو شته هغوی حزبي خلک دي هغوی سره غږېږو دوی هم ویلي دي دغه مسکو ته هم غوښتي او د حکمت کرزي سره هم چکر وایي همدغه طالبانو د خواخوا او هغه نورو سره مګر حکومت سره چې یو رسمي منبع یې وایي دا خو موږ نه پېژنو نشته یو رسمي څوک نشته په افغانستان او رښتیا هم وایي وزیر د خارجه وروره سرپرست وزیر د داخله سرپرست وزیر د دفاع سرپرست نه پوهېږم چې دا نور څومره سرپرست دي شورا هم له تقلبه ډکه ده هغه کمیسیون چې دوی شورا ته لیږلي دي غون هلته دوسیه لري څارنوالي کې باید بندي شي نو نه پوهېږم څوک پاتې شو که نه او دا دوه قواوې خو دواړه هغه دي غیر قانوني دي وزارت عدلیان و قاضیان دی رشوت و اغسور تای لوری ورطا خیسته و در اوکیی هم دسی ریبی دا دی اغلال پار ناستی نور خود سوک پاتی نست سوک دی نوزه داوی همه چی طالب تشویقی چرا سی دا حکومت افغانستان سی حکومت افغانستان بیانو گپ زنن سی چرا نمی زنن و نمی گن امیره نمی گن که او باید بخت همی حکومت خو قانونی نیست شما خو کسی را انتخاب نکردین قاضی صاحب میگه در لندن و در انگلستان واقعا مسئله انتخابات است و خوب یک کشور پیشرفتی متمدن هست سیاست جهان تعیین میداره و چیزی است تنها در اسرائیل در شرق میانه میگم بهترین دموکراسی شاید بعد از امریکا در اسرائیل باشه این پارلمانی از اون توسط مردمی از اونا صدر اعظمی از اونا هر کدام یعنی به اساس انتخابات مردم با آرای مردم برای مردم در خدمت مردم قرار میگیرن در عربستان سعودی پادشاهی صاحب 93 یک نفر یعنی برای 50 سال بعد هم اینا یک پادشاه دارن اگه این مرد و اون مرد اینا هر فرسوده میشن میمیرن مثل همو در درخت که غولنگ خشک میشه صاحب باز بعد از یکی دیگه شمه در اونجا هیچ دموکراسی درک نداره در جوردن در اونجا وجود نداره در این ممالک دیگه اگر مسئله جمهوریت و انتخابات است باز هم یک رئیس جمهور در فرض کنیم حسنی مبارک 33 سال رئیس جمهور بود و که برو تا که مسئله بهار عرب و یک پاش و برحال یعنی منظوری مویست که در این کشورها را هیچ قابل مقایسه نیست و آمدیم بالای افغانستان اونجا خب هیچ قبر مولانا نسیدین واری یک طرف قلف انداختن نقنا بله سلام علیکم بله سلام جناب محترم آقای خطاب و علیکم سلام بفرمایید لطف میکنه شما صحت سلامت باشین خب اول بگویم که در این جای شک نیست که شما این کارهای فرهنگی در خدمتی است که دینتان در مقابل وطن انجام میدین در پهلوی از این یعنی وصل مردم افغان که بیرون هستن صدای از اونا را با یک دیگر رسانده با وجود از این که تضادها موجود است فرقی نمیکنه آدم از تضاد میآموزد تا تضاد نباشه بروز نو نیست بله در این ارتباط
خدمت شما قابل قدر است. ولی یک موضوع دیگر هم خدمت شما ما یاد آوری بکنم، از خود ما که در صحبت ها افراد و اشخاص و گروه ها را نام میبریم، هدفی نیست که ما به طرف قوم باشیم، به طرف زبان باشیم. چرا افراد و اشخاص که از اینا جرم شخصی میشه، جرم آفره. شخصی شد، هر کس آدم از چیزی میگه با اون شخص تعلق بله، میگیره بله، نه بر بله. قوم نه بر زبان بله. نه بر ازی. و این مقوله حقوقی است که در جهان پذیرفته شده. دو موضوع، یکی همی که شخصیت انسان از تعرض مسئول است در همه جا، و یکی هم موضوع جرم شخصی است. ایران پذیرفتیم که در دنیا همه چیز از دیدگاه حقوقی پذیرفته شده. ما نمیتونیم یک آدم هم محکوم کنیم. تنها که من از آقای وردک نام گرفتم، اونا در اسناد شواهد مشهود وجود داشت که در وزارت معارف اینا مکاتب خیالی و معلمین خیالی را که امروز اسناد شواهدش آقای لودین کشیده بود، به او خاطر ما او را استناد آوردم خدمت شما. حال عرض بکنم در مورد موضوعی که شما پیشتر هم تبصره کردین، از دید شما هم آیا 11 سپتامبر یک حقیقت تاریخی است که واقعا که یک عرب چلتار پوش بدون از اینکه میدان هوایی در اختیار داشته باشد، تیاری جد داشته باشد، یا فرض میکنم این را توانست در قلب امریکا که عبارت از اونمو برجهای به حساب جوره تجارتی را از بین برد، در تا پنتاگون هم تیاراتش رسید. اگر این حقیقت داشته باشه، نباید دیگه امریکا خود سرتاج دهان بدانه، نه در پیش تاریخ خود، در پیش ملت خود باید شعروز باشه، سرخم باشه که ما نتانستیم اینطوری اگر عرب چلتار پوش سرایی آمد ما را کرد. به هر حالتش با یا را میبینیم همه دسیسه های خود امپریالیزم امریکا هست که دمی رابطه باز طرحی را گرفت که ما با تصویب رسان که ما هر جایی که به هر مملکتی که تروریست باشه بدون اذهان و کشور ما میتانیم در اوجا داخل شویم. بینمی یک فرمول فقط تمام جهان اینا رفتن در جنگ ها و قتل ها و کشتار ها را برا انداختن و از اونا سرمایهشان غصب کردن. به هر حالتش امروز اوضاعی که در افغانستان است از امون قضیه 11 سپتامبر آب میخوره. موضوعی را که امروز در افغانستان به نام انتخابات است، ای کاش ملتی باشیم که در خیابان که میریزن امینا همگیش باید استاد شن، تقاضا بکنن که حکومت ها باید استعفا بده، کابینه استعفا بده. دیگه ما این چهره های نو کار داریم، این چهره هایی که منحوس شده از گذشته تا حال، چور کردن، چپاول کردن، تنظیم های اسلامی زیر دام اسلام، در حالی که اسلام به هیچ ضرورت نداره، هر کس الحمدلله مسلمان خود است، آداب خود خودش پیش میبره. اینا را ما باید در خیابان بگوییم تا دست از اینا را قطع کنیم. در غیر از او اگر ما اینطور خواب باشیم و با استاده بانیم در پشت از اونا بگردیم، اونا میلیاردر میلیاردر شده میرن و دیگه یک طبقه مردم مسکینتر شده میره. ای از که با حال ملت مظلوم بیچاره که از چه وقت بتانه صدای از این مردم درک بکنه تا در مقابلشان یک قوت شوه که این چهره های منحوسی که به نام تنظیم است از اولش گرفته تا آخرش، اگه حال نام بگیرم شاید شما بگوی فلانی را نگرفتی، نام او را گرفتی، از اول تا آخرش عمومی در غارت و چپاول مردم دست دارن. ما همیشه تاکید میکنیم که عدالت اجتماعی در افغانستان به ما خواستار یک محاکمه اختصاصی هستیم از امی جنایتکاران، از کسایی که غارت بیت المال کردن. در آینده حکومت بیشتر به خواست مردم داشته باشیم. تشکر از توجه. شار معقول این آفرین نختری سب این چیزا را عام گفتین، درست فرمودین، ما هم 100% تایید میدارم. اینه مشترکن بهی در یک جبهه ضد چی میگه دویی ها به جنگیم، تاجیک و پشتون همه را دوست داشته باشیم، مگر اینکه خیانت کرده باشن، مگر اینکه تخلف کرده باشن. شما درست فرمودین، این کسایی که در خیابان ها میرن برای حق خود که ما رئیس جمهور میشیم، در حالی که او درست نیست، رئیس جمهور مردم نیستن، رئیس جمهور فرزن سفارت امریکا میشن، یا در بار قبل هم همتو بود، جایی از او حق مردم رو مطالبه کنن، همی کسایی که تظاهرات برای می اندازن. بسیار معقول فرمودی، همی این چیز که من عرض می دارم به دفاع از مردم افغانستان. مرای تو فکر کنیم که من دفاع مردم افغانستان رو می کنم. دفاع خود من ندارم، من خود از لحاظ یک لغمنان برای می رسه، یک چهار جور دریشی می ریشی هم دارم، یک موترم دارم، مرفع هستم، در کشوری هستم که قبل از انقلاب ثور ماور ما بیرون آمدیم، هیچ ما حتی از جمله مهاجرین هم شمرده نمیشم، در دوران جنگ ما بیرون نشدیم، مگر از این طریق اینجا که گفته در امریکا نشستی و از طالب هم دفاع میکنی. اول خود ما از کدام طالب مالب دفاع نکردیم، حقایق بیان داشتیم، گفتیم شما هم بیاین حقایق بگوین، شاید مغایر آنچه ما میگم.
اخبار را پخش کردیم که در قطر نشستن خلیلزاده است و خود امریکا میگه با اونا می نشینه را بیان میدار و همین فسادی که در افغانستان چالان است دموکراسی به زمین خورده دیگه را بیان میدار. توجیه شما اگه بود تو راست و در امریکا نشستیم، ولی در امریکا خود یک جای یک نفر باید بنشینه یک چیز باید بگه. در امریکا امکانات موجود است، باز یک نفر زبان بگوشه میگه خود ستایی میکنه دیگه. در چیزایی که در امریکا شما میتانین برای همون مردم ستم دیده، در افغانستان خو شریک میره برای چور چپاول و دامن پر کردن میرن، یا کسایی که اغراض سیاسی دارن برای حزب خود کار میکنن. گویا همین مظاهراتی که صورت میگیره، آقای اختری صاحبم گفت این خو برای ملت افغانستان یه مظاهره نمیکنه، میره که عبدالله راست میگه نبیل جان، یعنی ها کلگی سب خیابان ها میدون اغراض شخصی داره، تجارت ها داره. اگر عبدالله روی کار باشه خب باز همون نمیدانم پول هایی که برای از اونا سرازیر میشه بهرمند میشه، همون میاره یک 200 نفر فامیل خود از خیش قوم بیرق به دستش میده. ملت افغانستان خب اونجا برای دفاع از وان نمی براین، این رو باید حقایق درک کنیم و همون کسا وارم ما قصر نمیدانیم، چون علایق شخصی از اوناست گره خورده با یا با اشرف غنی یا با همین احزاب مخالف اشرف غنی. اون مظاهراتی حقیقی دفاع از حق مردم نیستن، اینجا صدای مردم مرده. ما میخوایم این را تکمیل کنیم، از اینجا صدای خدا بکشیم. یه چی قصوری داست که در کجا نشستیم و چی میگوییم؟ خودتان بیاد در بگو که یک نظر یا ایراب بدار که ما از خودتان بیاموزیم. مگر خدا انصاف بدی تو برادر گلم. بله سلام علیکم. الو سلام محترم خطاب صاحب، سلام علیکم. و علیکم سلام محترم خطاب صاحب. دی امریکا حمله پا افغانستان یو سنجیده کردی نشدم دوا در دغه سی حمله نوا چی دفتن دی پا افغانستان بمباران وکا پس اصلاحا وزره افغانان شهیدان که اسلامی دولت ما بین یوسی دید افغانستان طول مواد سنجاویلی بود، دید افغانستان طول زخای سنجاویلی بود. سنجیده عمله افغانستان بکه اسلامی دولت سکوت بکه دیده پخیار چی چو کسا مخبران دستپوسان ترجمانان بلجدانان اشغال کری بود که وز به افغانستان جوفات و کریای جنوبی شید. نه خیر، افغانان بیرتا پپخو بدره در هر چمره تلفاتی که باید کرد دیده این مقاومت ما کم شد. نن براز او افغانان و تاسه و گره ای سر پختل گروان که کاتکه ای آتت سرمیخ مملکتونه زانوه ایده ای آتت سرمیخ مملکتونه اول جنگ شروع که دسته دی پارم زنگ شروع که چه اصول هم واره جنگم شروع که پا جنگ که ناکام شوی مخم توش را اصول هم واره پسول بکی کلاسان خیزک و جستک و این چیزول را توقف و توقف یکی در سبای توقف کی خطاب به محترم نم دی طلوع تلویزیون او پسل ها و مزدور و تلویزیونیانو دی بگرام حمله دی دین ای حیلان جو رکره که وز به ترامپ بیا پا اصطلاح لاسو نفر یکتا افغانای عزیز ترامپ سر شما رحم نمی کنه، ترامپ دلش به شما نمی سوزه، ترامپ شکست خود، امریکا شکست خود، امریکا ناکام شد، لشکر اسلام کامیاب شد، کامیابیش واضح، این مبالغه نیست، کل شب به زانو در آورد. امروز امی طالبان از یک وجب حق خود تیر نمیشه با تاخیر تیر نخواد شد. بله نرواره قربان دستشان بگرام خراب کرد. شما را یک نفر تجاوزگر که در افغانستان باشه جهان دوام داره. ما افغانا بکثریت آرا بکثریت کلی بکثریت مطلق از جهان دفاع میکنیم، از اسلام دفاع میکنیم، وطن ماست، ناموس ماست، خاک ماست. کسی که به این خیانت به این خاک خیانت میکنه و زیر بیرق تجاوزگرا این بیوجدانایی که صدها هزار شهید جنازه ها و غیره و غیره که بارها ما اظهار کردیم جنایت کردن، امروز باید روسیا برای بدون پروتکل برای اشغال شکست خورد. تجار سما بست زیتی
درست وایم داده اشغال شکست نده خورده. یک چیز ما برتان بگویم که والا رای جنگ رای حل نیست. هست جهاد افغانستان اگر جنگ نمی بود اتحاد شوروی هیچ بیرون نمی شود. در طول تاریخ تان اگر جهاد نمی بود زید انگلیس ها اینا بیرون نمی شود. مبارزات هر وقت در طول تاریخ مگر قرآن امر نمی کنه که شما از حقتان دفاع کنین. جهاد گرم برین صدر اسلام رو ببینین شمشیر یک وسیله چی بوده؟ حق بوده؟ چرا نه؟ حتی در قرآن از پایی رو میگه که در قهر دشمن سمی از برق میزنه و داخل میشه و مکافات میده با خون، با جان، با مال، با دیگه دیگه. یک خصوصی به امری قرآن هم هست و حق شرعی یک انسان هم هست. مسلمان رو خوب بگذارید که در خانه تان یک کس میدره حق تان تلف میسازه، مقدرات تان تعیین میکنه و نان ددان تان تخته میکنه، اما بدترین و دوسترین تان میاره حاکم تان میسازه. تابع از زور یک قریه نداره که امو لوچکای یک گذر یا خیابان بیاره و سه وکیل گذر تان بسازه و چیز دلشان شد. مگر ایره خوب باز بگذار که با یک کشور جنگ زده که 20 سال از او خود جنگای داخلی و زده چی و یک 20 سال دیگه از او را میخود قوای که یک وقتی از حق حقی مردم افغانستان در برابر ارتش سرخ دفاع میکردن امروز اشغال کرد. هست دیگه تاریخ بشر را فکر کنیم که 40 سال در دوران حیات یک ملت و قطول طولانی نیست. بسیاری کشورها 60 سال، 70 سال، 100 سال زدن تا که خود پس اعمار کرده، تعمیر کرده. خود امریکا جنگای داخلی داشت، قربانی دادن در برابر آزادی، آدم کشته شده و لوایحی نوشته شده دیگه شده. یک مستعمره انگلیس ها بود، امروز یک کشور غنیترین جهان است و مرکز تکنولوژی و پیشرفته و عدالت و صلح و دموکراسی و نمیدانم دسترازی به امور همه جهانیان امریکا شده. یک کشور نو است. از امریکا 300 سال از خود کشف امریکا میگذرن، قاره امریکا و خود همی امریکا مستعمره انگلیس ها بودن. ما روزی آزادی داریم در امریکا، 4 جولای روز استقلال و تجلیل از استقلال است در امریکا. ایتو نبود که امریکا از آغاز حتی مستقل بوده. برای استقلال خود اینا هم بسیار قربانی ها دادن. دیگه با اول حاض هر کس از خود اصالت داره. با اون موازات شما نمیتونین که چی میگه زندگی اجتماعی افغان بسنجن با یک اروپایی و امریکایی و با اون خرامی که اونا میرن. پاکستان برین پاکستانی زندگی میکنن، افریقا برین افریقایی زندگی دارن، همی عرب در عربستان برین، ما خواهج رفتیم عربی زندگی دارن، چلتار دارن، لباس عربی خودم میپوشن. یکان تا مود و فشن غربی رو هم داره در خانه های خود دیگه. مگر عام وقت نماز شود سر تا نماز میخوانه. ما در کعبه شریفه با بعضی افغان های ما در مغازهایشان نشسته میبودیم، یک دفعه اذان میشد و کلی کار خود اله میداد بده بده مثل که یک باران شو. چی گپ شد؟ ما بابا خو نماز است چرا؟ میگه نه برادر، این وقت نماز است، هر کس نره جریمه میشه برادر. باز بده و بده و همون کسی اگه میخواند و نمیخواند باید نماز خود ادا میداشت. اصول است داره اونجا. در دیگه ممالک هر کس از خود اصول داره. در امریکا هم اصول خاص خود داره. افغانستان از خود کلچر، عنعنه، رسوم، عادات، دین اینای خود داره. باید با همون محک ها و با افغانستان محاسبه کنین. شما نمیتونین که هم افغان باشین، هم امریکایی باشین، هم افریقایی باشین و هم اروپایی باشین. و هم دارید در می ایران شما برین بدون چادر شما در خیابان را رفته نمیتونید. اصول اخوندیست یک حکومت اسلامی حاکم شده. ایرانی ها با او که مدرن ترین است نسبت به ما به مراتب، اینا کلچر فرانسوی حتی تشکر نمی گفتن. مخصی و مخصی چیزا کلمات اروپایی را دارم و محاوره روزمره خود داشت. مگر امروز دمو زیر سلطه اخوندای 40 سال است اصول اسلامی هم شیعیزم خدا. یا یک روز روز زینب است که یک روز روز فلانی است که دیگه است. همین فرزاد جان میگه سب هر روز یک ماتم است در ایران کار لباس سیاه میپوشن. در مذهب شیعه ماتم و عشق ریختاندن و گیریستن میگه بسیار ثواب داره. امور دوام میتنه متراس.
خود زنجیر میزنی نمیزنی باید بزنی. تکه خانه چالان است. امام رضا رو باید بری. نمیتونی یک ایرانی رو بگوی که آخونده رو بیاین که ما چیزی که در فرانسه رو واجه است و اثر رو دوباره آغاز کنیم. از همونطور است. شما چطور میتونین که یکی سرچپه بسازین؟ از همون خاطر است که انقلاب است. از همون خاطر است که زد و نقیز پیدا میشه. برای همی اعمال غربی ها نقیز پیدا شده میخوای حکومت اسلامی باشه. دو وقت روسا هم حمله کردن بالای ما ارتش سرخ. مردم برآمدن در برابر از اونا که دین و آیین و کلچرشان غرض گرفته بود. ناموسشان حال باز تکرار میشه. تاریخ هست. وقت به نام مجاهد میجنگیدن حال به نام طالب میجنگن. این واقعیت هست که شما چقدر متاثر میشین و خوش میشین و نمیشین. اما خود روند مسائل افکار انسان ها در طول تاریخ خود متجلی میسازن. نقیز خود خلق کردن. و طالب هم یک حکومت اسلامی میخواه، مجاهدین هم میخواستن. اونا هم جنگ میکردن، جنگ گرم روان بود، نابرابر، اینا هم با میتردی. مقایسه کنین. اونجا از پاکستان سنگر مجاهدین بود و ایران بود، حالا هم اگر قرار باشه که پاکستان اینا را معاونت کنه، خب فرق نمیکنه چرا مجاهدین رو کمک کردن. حالا هم اگر کمک کنن، خیر ببینن، تشکر کنین از پاکستانی ها. اون وقت تشکر میکردین. روشن میخوردین، در پاکستان زندگی میکردین، در حیات آباد و دیگه و دیگه. آخر رئیس جمهوریتان هم دوتای از اون یک جایی روان کردن، پاکستان او را پذیرفتین. حالی را نمیپذیرین، بپذیرین دیگه. همه تو راست تاریختان، خودتان هم چندان چیزی نیستین، بری وطنی چیز هم نکردین. همی حکومتی که 18 سال چالان است و بالای سرنوشتتان، دموکراسی را هم شرماندین و آرای مردم هم به زمین زدین. خجالت مزدوری که از این طرف یک کالای لباسی عسکری در جان یک آدمی مزدور بیچاره باید خجالت بکشه. ما تعجب میکنم که فامیلی از او چطور او را در تلویزیون میبینه که لباس مزدوری را پوشیده و معاش از جانب میخوره برای فروش وطن خود آدم کشی. امی اگه نباشن، بعضی ها میگه اگه طالب نباشه جنگ میسکله. نه بله، امی کسایی که لباس عسکری را برای دیگران میپوشن و مزدوری میکنه، یا مگه نباشه جنگ کم بشه؟ یا چرا؟ یا خب برای دفاع وطن هم نیست، برای دلار سجده کردم بدبختار. به هر حال دوستان عزیز، برای اعلانات رفته و برمیگردیم. لاینایتان هم نگه دارین و در فیسبوک هم تعداد کثیر موجود هستند و تلویزیون تماشا میدارن و از طریق ساتلایت و جیلویز و نمیدانم جادو و اینا هم و سایت پیام افغان از طرق متعدد نشرات وسیع صحیح وسیع پخش دارد. لطفا با ما باشین، انشاءالله برمیگرد. آیا میدانید در طول 24 ساعت چه مقدار سم یا تاکسین از طریق خوردن، آشامیدن، حتی نفس کشیدن وارد بدن ما می شود؟ آیا از سردرد، کمردرد، تغییر مزاج، افسردگی، خستگی، فراموشی ذهن و ضعف سیستم ایمنی بدن رنج می برید؟ بایومجیک درمان شماست. روش قدیمی و معجزه‌گر ژاپنی برای دفع سموم اضافی از بدن. چسب‌های 100% گیاهی بایومجیک بدن شما را در خواب از سموم ضررآور تصفیه و پاکیزه می‌کند. چسب‌های بایومجیک را شب‌ها قبل از خواب به کف پا بچسبانید و صبح روز بعد با درآوردن آن متوجه سیاهی آن چسب‌ها خواهید شد. به مرور و بعد از چند روز چسب‌ها کم رنگ‌تر می‌شود که نشانه دفع سموم اضافی از بدن شماست. همین الان تماس بگیرید، یک بسته بایومجیک را مجانی دریافت خواهید کرد. برای سفارش چسب‌های سمزدائی با شماره 818-884-7018 تماس بگیرید و یک بسته بایومجیک را مجانی دریافت کنید. با پیشواز سال 2020 عیسوی، یک بار دیگر کنسرت های هنرمندان محبوب
نامدار و پر آوازه کشور رهی و بانو سلما جهانی. ای پری چهرمش گازیه 24 دسامبر آرزو پارتی سنتر بیوروایک هالند، 27 دسامبر رویال استیج ایونت هامبورگ و به تاریخ 31 دسامبر شب تجلیل از سال 2020 عیسوی در سالون مجلل الگانس بوتسبخ فرانکفورت. بانو سلما و رهی جهانی. گر با بالینم دمی آیی یا با پلویم بیاسایی، کابل پتی دنیا جنت یادگی. حس خاطره تفخیر لحظه های گریز پای زندگی در لحظه آفرینی های محافل خوشی، محافل رسمی کنفرانس ها و ایتان های پر اهمیتتان از فضای صمیمی سالون مجلل کابل واقعی سلطا شهر لندن با تجربه ده ساله آن بهره برید و ضمناً کابل رستوران از لحظات شیرینتان در اوج تجارب تهیه غذاهای افغانی و ایرانی و هندی در خدمت شماست. شب شب ها موزیک زنده را با ما فراموش نکنید. جهت معلومات مزید به شماره 0208-571-6878 با ما تماس بگیرید. لیفر سرویس غذای شعیب رسولی، انواع و اقسام غذای متنوع افغانی را با قیمت‌های کاملا مناسب برای محافل خرد و بزرگ شما با اسرع وقت در تمام ایالات آلمان سرویس می‌دارد. قیمت غذا برای یک فرد از 4.90 یورو. فرمایشات اضافی شما نیز پذیرفته می‌شود. همچنان شیریخ مزاری افغانی از 5 عدد بالا سرویس می شود. لطفاً برای معلومات بیشتر به شماره تلفن 2049-176-22-79-36-88 در تماس شوید. رستوران جدید افغانی دیلوکس در ونسبیکر شوسه شماره 96 ا شهر هامبورگ به مدیریت شعیب رسولی در خدمت شماست. شما می توانید محافل خیش را در سالن زیبای رستوران دیلوکس تجدید دارید. در این رستوران شیریخ اعلای مزاری، نوشابه های متنوعی و اصیل را نوش جان کنید و همچنان در آینده نزدیک غذاهای خوشمزه افغانی در این رستوران خدمت شما پیشکش می شود. رستوران دیلوکس، ونسبیکر شوسه شماره 96 ا شهر هامبورگ. گران دوستان و سلامونه و احترامونه بیا هم ستاسو په خدمت کې یو د افغان پیام تلویزیونی شبکه په ټوله نړۍ کې انشاءالله خپریږي. دوستان عزیز عرض سلام داریم خدمت شما هستیم. تشکر از احساسات گرم دوستای ما که د فیسبوک مرا تشویق کرده
دعاگویی داره و از حق و حقیقت دفاع میدارن. انشالله حق جای خود میگیره. مردم افغانستان سخت به دفاع مردم هستند، صدا ندارن، کسی نیست که به دادشان برسه. گیرم که حکومت طالب هم بیا، یعنی عام مردم یعنی آرام نخواهد شد، چون جنگ از رزالت یا توطئه های جهانی چالان است، یعنی مجال از این میسر نخواهد شد که یک حکومت درست مستقر شود. چپ و راست توطئه ها در جان یک حکومت بعد از این حکومت هم تو چالان خواهد بودی. هر وقت مردم افغانستان سنگی زیرین گردیده، مگر یه حالت باید رفع شود که کی با کدام نحوه چی قربانی های را میتونه پیشکش کنه. هم تاریخ قضاوت میکنه و هم وجدان از لحاظ دینی، اسلامی یا بگویم افغانیت یا انسانیت، از هر جهت مسئولیت یک انسانی که خداوند اشرف مخلوقات خلق کرده امی است. در همه تو مواقع یعنی انسان میگه جوهرش معلوم میشه که واقعا امو در قید حیات هر انسان خداوند قرار میده. حیوانات هم یک عمر برشان داده، آغاز و انجام میداره که در امی آغاز و در میانی امی انجام چی اعمالی را در راه مردم خدا که به خدا خدا میرسانند انجام میده. دیگه به اول حاضر ما مسئولیت داریم. خلاصه نمیشه که ما کی را قهرمان بگویم. ما هیچ وقت در زندگی خود نه مولا مادمر را قهرمان گفتیم و نه هیبت الله را نه دیگی را. مگر هر کسی که بیان حقایق بگوید دفاع از حق مردم افغانستان بداره، نه از یک چند تا گفتیم بعضی هم میگی لیدرهای سیاسی نیستن، لدرهای سیاسی هستن. و یک شخص لدر هم شما میدانید که به هر در و دیوار برای منافع شخصی خود مگس واره میرم مینشینه و از کثافات استفاده میکنه و تغذیه میکنه. همینطور بوده. چهره های احزاب چپ و راست معلوم شد در افغانستان. در راستا کسی که قربانی میته، دفاع میکنه از حق مردم، او را باید شما نمره بتینید. دیگه باز که نمیتین، ما خب حق شرعی خود ماست باید یک انسان که چیزی که در توان ما سور انجام بتوم. دیگه ما را کس ممانیت هم کرده نمیتونه، ما به امرای خداوند تعهداتی که دارم او را انجام میتوم، او را خداوند بپذیرم. ما هیچ وقت از مکافات از انسان نخواستیم و نمیخوایم. انسان محکوم به مرگ هم است و محکوم به خودخواهی ها هم هست. هر وقت شما در راه خداوند برسن خداوند چنگ زدید، انشالله خداوند شما را بروسوخ میسازه. هیچ وقت شما را یعنی ذلیل نخواهد ساخت. ما اولا شخصا خداوند تعهد کرده و ما چون گفتار خداوند مطالعه کردیم برای شما از امو طریق به استناد وعده های خداوند درس میدارم. به هر حال بله. سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید صاحب. سلام علیکم. مبارز دوست داشتنی و مرد صادق افغان جناب خطاب صاحب، بیننده تلویزیون پیام افغان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. ما نمیدانم تا کدام حد بپذیرم، مگر لطف شما رو میپذیرم. تشکر از لطفتان صاحب. جناب خطاب صاحب، بالاخره فیلم پانی پت به نمایش گذاشته شد. سینمای بالیوود در فیلم پانی پت چهره افغان ها را خشن و برخوردشان را زشت و کرکترشان را منفی تمثیل کرده، ولی برعکس سندی ها را متمدن، مردم با فرهنگ و قماندان جنگشان را شخص جوان، دلیر و شجاع. و احمد شای عبدالی را مرد پیر که داخل معرکه نشده و در رقب قوا قرار می داشت. احمد شای بابایی را که در شجاعت، مردانگی و همت عالی نظیر نداشت. وقت بیاد مؤسس افغانستان و بیاد سرباز جوان 25 ساله می افتیم که هیچ مکتب عربی و یا پوانتون نظامی را نخوانده بود، اما از عقل، خرد، نبوغ و دلیری سرشار نظامی و سیاسی برخوردار بود. باید خدای بزرگ را شکر گفت و از احمد شاه بابای عبدالی تشکر نمود که برای ویرانه خراسان، که بر ویرانه های خراسان قدیم
بعد از 600 سال غارت و زورگویی و سرکوبگری مردم از سوی مهاجمان چون خوارزمشاه، مغولان، تیموریان، بابریان این، صفویان ایران و استبداد خشن نادر افشار که هر انسان با احساس ملی‌گرا را وامی دارد تا سر تعظیم و حرمت‌گذاری را در برابر این رادمرد بزرگ و دوراندیش افغان فرود آورد و از وی تشکر کند که برای ما کشور به نام افغانستان به میراث گذاشت. وقت ما مبارزات و قربانی های بیشمار فلسطین و کردستان را در شرق میانه میبینیم، باید خود را خوشبخت بشماریم که با همت و درایت فرزند دلیر و میهن دوست این آب و خاک توانستیم دولت مستقل به نام افغانستان تأسیس کنیم. براستی اگر احمد شاه بابای عبدالی نمی بود، امروز کشور به نام افغانستان نمی داشتیم که فرزندانش به نامش افتخار نماید. وقتی می بینیم تخمین 60 میلیون مردم کرد پراگنده و در 4 کشور عراق، سوریه، ترکیه و ایران حدود 100 سال است که برای کسب استقلال و تأسیس کشور به نام کردستان مصالحانه مبارزه می کند و در این را بیش از 400 هزار زن، مرد، کودک و جوان کرد جان باختند، ولی هنوز به استقلال و تأسیس کشور به نام کردستان دست نیافتند. احمد شاه بابا با تحمل رنج، سفرها و قبول خطرات گوناگون حیاتی و حیثیتی به عنوان یک رهبر فداکار و شجاع افغان و فاتح میدانهای نبردهای سرنوشت‌ساز برای افغانها افتخار آفرید. احمد شاه بابا هرگز به وطن خود خیانت نکرد و هموطنان خود را خوار و تحقیر نشمرد و هرگز خود را بالا و بیشتر از هموطنان خود به حساب نگرفت و هرگز تن آسایی ننمود و به عیش و نوش نپرداخت. هرگز از کدام قدرت خارجی دستور نگرفت و بر فرق ملت خود نکفت. احمد شاه بابا جز سعادت و سربلندی و استقلال مردم افغانستان آرزوی نداشت. با آن که تاج می گرفت و تاج می بخشید، هرگز بر سر خود تاج نمی نهاد و مانند سایر هموطنان خود دستار می بست و با آنان بر زمین می نشست و به درد دل آنها گوش می فرا می داد و به داد مظلوم می رسید. مرخ و دیپلومات انگلیسی الفنستون می نویسد: براستی اگر شاه در آسیا سزاوار احترام ملت خیش باشد، جز احمد شاه بابای عبدالی کس دیگر نیست. و من الله توفیق. درست فرمودین. اول خوب کسایی که فیلم های چتی و چبولی افغانی رو که حالا جنگ شد و که طالب آمد و امی کایت رانر درست کرده بود و یک نفاق به وجود آورد که طفل هزاره در اونجا تعجیز میشه و پشتوند علیه تاجک و آدم در اینجا جایزه برد و در هالیوود و اینا، به نام طالب قدر مردم بهره بردن که هیچ حد ندارد. همینجا می افغانایی که فرار میکنن از افغانستان، از این بیسای نظامی اینجا روان میکنن. یکی گفت که دانشان شور میتی چون توسط از حراس طالب اونجا فرمه را پر کده که کارشان خراب نشوه. امی طالب و طالب که از ترس طالب ما آمدیم و بابا و ترس طالب خود بیس نظامی امریکایی اونجا مزدوری میکردیم، اونجا خود طالب نمیتانست به هم مسئول ترین جای همو بود. خود در کدام قریه خودت نبودی، خودت امریکایی نوکری تا کردین و اونجا مزدوری کردین، باز بعد شما را باعث یک مکافات فرستاده. و به هر حال همونطور از همو پروگراما و همی فیلم ها به نام طالب بسیار مردم پولدار شدند. این فیلم ها هم که شور میتین خواه همو را همو فیلم احمد شاه بابا را به شکل واقعی افغان ها تهیه میدیدن. همی افغان فیلم شخص به نام انجینیر لطیف صاحب چیزایی را درست میکنه که ایزان به امرای زو جنگ کرد و باز خانه از او ایران شد، بالای دختر به زور به کسی به نکاح داد. این چیزایی که هیچ به درد مردم افغانستان نمیخوره، همین فیلم های تاریخی رو که افتخار میافرینه، واقعا افتخارات تاریخی خود فیلم برداری میکرد. باز چرا به بالیوود میرفت؟
امور آل خویا خو بیا زو مزدوری میکنن برای امریکا او را میاوردن برای جایزه در هالیوود اینجا امریکای را میشناسن و بلد هستن و با اونا بادارایشان هستن اینا تهیه میدن. تاسف ما با می است که شما برین به حدی همین مبتزل شده این فیلم های افغانی که در یوتیوب میدره که افغانی افغانی نمیدانم که از چی حاصل را با مردم برمیداره. مگر به هر حال چیزی که شما فرمودین افتخاری افغانستان بوده. یک وقتی اول حضرت بابای ملت گفتم بابای امیر خویش غرض نگیرین یک چند روز گم میشه میره. اصلا اگه یک نفر واقعا قهرمان هست و بابا هست او دیگه باز درون توده ها باز میچسبه و در افکار او باز نمیره از افکار مردم زدوده نمیشه. ای با زور تحمیلی یکی را قهرمان بساز در زمره دیگه شهده یکی را شهید خطاب کو روزش تجلیل کو یکی دیگر اصلا بابای ملت بساز توسط قوای بیگانه و بی 52 بابا بی 52 قهرمان بی 52 اینقدر چوچه و بچه زاید و مارشال و صاحب که گلم جمع و صاحب معاون اولی رئیس جمهور و صاحب این کسایی که هیچ مکتب و مدرسه نظامی را نخوانده و جنرال و صاحب مگر واقعا چیزی که شما فرمودین امو بابای اصلی افغانستان امو هست دیگه باز نرویده دیگه کسا کس بابام نگفتن صاحب. یا میرویس نیکی بایس نیکی یعنی او هم حیثیت یک بابا را داره. وقتی شما میرویس میگین یک نفر اوتومات کلمه نیکه هم با او پیوند میخوره. یا مقیز داستان ملاله یا نازو آنان رو که دیگه در تاریخ افغانستان حق شده ثبت شده. در رابطه با امی لشکر احمد شاه بابا ما مثال هایی دارم که عرض بدارم تو یک لشکر هم تو شاهین واری داشت که هر کدامی از اونا یعنی تا دهن تا افکاری از اونا مملو از ایمان بود از میرفت صاحب تار و مار میکرد در لشکر این دوستان خودم میزد امو صدر اسلام باری 10,000 عسکر احمد شاه بابا در برابر 100,000 لشکر این دعا قرار میگرفت و شب خون میزد 7 بار پانی پتق کرد. این افتخار است همه تو شاه غزنه سلطان محمود قهرمانتان بوده اگرچه بعضی ها را ملاحظه به ای است که اونا می رفتن و جواهرات و دوزی می کردن دیگه او دیگه همون افکار خصمانی بعضی پرچمی ها و خلقی ها واری که بالای اسلام و بالای پیغمبر و اینا انتقاد دارن. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب محترم. و علیکم سلام میرمون. سلام خود به شما و به بینندگان تلویزیون پیام افغان تقدیم میکنم. و علیکم سلام. خطاب صاحب امی مذاکرات قطر متاسفانه یک بار دیگر به تعویق افتاد و خلیلزاد بازم گریختک و توصیه ما برای سیاسون امارت اسلامی در قطر برایشان این است که امریکا و ناتو و انگلیس اراده صلح خاتمه جنگ و اشغال را ندارند و مذاکرات امین نامنهاد صلح با خلیلزاد مداری شاگرد فریدمن ملتون مشهور به مظهر شیطان که در زیر خیمه شیخای غلام بچه های طاغوت قطری ها صورت می گیرد این مذاکره امی گفتگو تا انتخابات سال 2020 امریکا این دراما این مذاکرات فیروینده و چلبازی دنباله دار ادامه خواهد داشت و همچنان جای تاسف است که در این مذاکرات ریشسفیدان ملیگرا نخبگان سیاسی مسلکی ملت ما مخصوصا ماجرین با ایمان با تقوای کارکشته که پیغمبر ما مشوره با مهاجرین و انصار میکرد در این نشست ها حضور ندارند و اگر امارت اسلامی به این طور پیش بران و به مشوره ریشسفیدان ملت گوش ندن فریب خوردنشان خیلی آسان است که نمیتونه فریب بخورد و سهل است چون امریکا و اسرائیل از این بازی ها بسیار زیاد در جهان نمودند مانند صلح نامنهاد فلسطین کوریا جرمنی که وطنان ما در این 70 سال اشغال بیت المقدس فلسطین را میبینند که اسرائیلی ها فلسطینی ها را به بهانه مذاکرات صلح فریب بدن و برای امارت اسلامی این مذاکرات مرحله اول است. ما در این نظر هستیم که دفتر سیاسی قطر عاجل با نخبگان سیاسی مسلکی مهاجرین با ایمان با تقوا مشوره نمایند. خطاب صاحب امی دفاع از ناموس دین وطن حق مشروع مردم مظلوم ماست و عمله استشادی شیردلان طالبان ما بالای لانه های تروریست های صلیبی سی آی در بگرام یک گوشمالی برای اسکات ملر بود
که با یک قاتل وحشی شکمگنده امی مدال سوپرکونی ها را برش دادک و جواب و شادی های ما جواب بمباردمان کشتار اطفال و زنان معصوم مارن که اینا بالای قریجات میکنن ای را برشان دادک. امی پایگاره که طالبا زده ای امی مرکز سیاهی بودک سیاهی بوده که به صدها نفر از اینا کشته شده منتها اینا را افشا نمیکنن. و خطاب سر یک توصیه برادرانه ما برای شما ایسته که اگر به جایی که نمی ترجمان ها او روز که به شما توهین کده که از این ترجمان های ناموس فروش و دین فروش اگر بیاوگویی و اینا تخمای گنده و پچک هستن این کمونستا اگر شما با میلیگران نخبگاه این ملی مصاحبه نمیدی مانند امی دکتر سمیر عبدالرحیم عزیز که یک تحقیقات علمی راجع به امپریالیسم تروریسم در افغانستان و شرق میانه عراق و سوریه و لیبیا ای کده اینمی چیز اگر از طریق شما این نشر شوه یک نخبه ملی ماست که خطاب سر بینید. بله میشناسم دکتر سر بله 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 او را به تماس میشیم اگر چی هست یک قیابت آمد در میان چرا نید در تلویزیون باز است نظرت نظر شما مومن صاحب خبر دارین شما بیشتر با طالب آمیزش دارین و ارتباط دارین اتا همین جاید هم وقتی ما دعوت می داریم از طریق شما صورت می گیره ما خودم با امرای طالب های چه ارتباط ندارم نه یکی از دوستای ما دیروز یکی از افراد و اشخاص معروف اجتماعی ما در لابلای سیاست افغانستان شخص فعال بودن در دوران جهاد برای ما تلفن کرد و اونا تشویش خود نشان دادن که طالبا باید همین قرارداد را که دستخط میکنه باید بازی نخورن اخفال نشون خلیزاد و اینا بسیار بد بازی میکنه اینا را میشناسون مردم های شارلاتان و چلباز هستن چلباز قرارداد باید افراد و اشخاص غیره یعنی دور از طالب یا کسی افغان دیگه یا کسانی که بیشتر بلد هستند با چگونگی همه تو که بعضی مواد در اونجا جاگزین نشه و که با طالب در آینده و از او برآمده نتان از باجه از او یک تشویش نشان میداد یعنی واقعیت هم همه طور است طوری که شما فرمودین ملت از اینجا دور است امریکا از طالب هست صحبت میدارن ملت افغانستان همی حکومت هم نیست همی چند تا دوزو ناقص و فاسد افغانستان و طالب هم شما و آرای مردم نمیای خوب جای خود خالی میکنه و امریکا میبره اگر همطور باشه مگر چیزی رو که آقای مومن گفتن راست میگه همی صلح فلسطین رو که نمیدانم روز بروز خاکای فلسطین اسرائیل اشغال کده میره و سالهایی است که تو تار داده میرن و مردم قتل میشن و از بین میرن این واقعیت مبرم است که چرا نمیشه یک چیز بسیار ساده یک فرمول که اما تو داخل شدین افغانستان اشغال کردین برای این بریم پس کارتان مگر نه که علی بانه و که چرا حمله کرد طالب خود جنگ میکنه اما ماشین طالب چالان است جنگ خودم میکنه مجاهدین هم اما پرچمی ها و خلقی ها خود کشتن که بیان یک حکومت مشترک یا فرض کنین یک جا شوان با گفته پاکستان نباشین و که چطور کنین همی سلیمان نالایق هم روان کرده بودن با پکتیا که بمرای مجاهدین صحبت کنن اونا رو تشویق کنن که با مصالحه ملی با امرای پرچمی های یک حکومت مشترک اونا نپذیرفتن حالا هم عین داستان چالان است من تا طرف امروز دنیا یک قطبه شده زور به دست امریکاست و هرچی دلش میخواهیم کار میکنه و متاسفانه ما افغان ها افکاری از اونا او وقت چیزی بود حالی یعنی مردم بسیار اغوا شدن مزدوری زیاد شدن نوکری و چاکری و راستی زلت آیسته آیسته جای ایمان تقوا وطن دوستی جهاد ارزش های والا انسانی را گرفته میره در افغانستان و از او طریق یعنی از چند طریق افغانستان زیر ضربه قرار داده از یک طرف افکار مردم مسموم ساختم جنگ تریاک واری که مردم با بیوش باشن یکان تا میگن که همی کسایی که در کابل در پوانتون و در دستگاه تعلیمی وینا درس میخوانن یا در دستگاه تلویزیون هم هستن اکثرشان تبلیت که میزنن خوب خمار و نشه میان که از خود به خود باشن و ایستا ایستا و باعث احتیاط میشد و معتاد هستن اکثر از اینا را
دهنشان بوی الکل نمیته مگر میده از واز از مواد زهرآگین مخدر پر هست. و از جانب حکومت هم به مو یک تار حمایی ناتو آویزان کرد اگه اونا نباشه نه اشرف غنی است نه عبدالله سینا باید اطاعت کنن به خاطر منصب و کاروبار خود. دالار را تیت کده میان مردم که بزنین و چول کنین و در جیبایتان پرتین اغماز میداره مواد مخدر رو که دیگه دیگه. یعنی شما اگر واقعا مطالعه عمیق‌تر از این قشر اول سیاست در پایین تر برین بسیار بد ضرب زیر ضربه های بسیار بدی افغانستان قرار گرفته. به هر حال بله سلام علیکم. الو بله سلام علیکم. و علیکم سلام. شتاب سید صاحب جوری سید خیر و خیرت سید جوری بخیر شکر الحمدلله. شتاب صاحب بخیر و الله وقتم گیر ننیست ما فقط یو دو خبری در تاسو دو خبرو پا جریان که ما تلس یو دقا پیداست بودن و پا غرد سر بارم است یو رو میره بانی و که میره بانی دقا دی خاقیدی ولس مشیر اشتاب خیلی پا تاسو ووی چه در خو دای خو سرپرست ولس مشیر ده قانونی ولس مشیر نده. نو زما نظر خو دسته ده چه دی مال نظر خو قانون دا ویلی و چه جوزا پو میاست که چه واتی نمیاستی مخ که ویده حکومت ختم سو پینزه کالای تیر سو بیا لار دی دروغ و چارن لوی چارن والی تا و یا قانون نامه را او ویستلو دا بیا شپاگ میاستی زان تم دید که چه رئیس جمهور واقعا نو دا یعنی لوی چار بیا اوس انتخابات هم اغسی گرد ورسیوی دی دروغ و دی و دا دی اغا معلومه نده دی اغا وقت هم دا شپاگ میاستیم تیری سو دانو چه کم کتاب که کم مادی ویلی اغا نپیگم مگر دی مال نظر اخو قانونی نده. نو دا شو دا ستری مقامی اغا تا دی دوری اغا آقا ساختگی او کرد دروغ سران والی تو ورق للو نه داشت بسی شتاب سای بزی خود درستانوی رو لخلی نخبر نکو زخبر با افغانستان که وما او داروس یو تقریبا یو وو رزی که ایسر آقا لیم ده خاصی نو آقا تشه در دوره و در آقا تو می داخل در نور ایدوی دی کم عریفان چیدی مخالفین دی خواه نه عریفان هم پریده غند عریفان دا دست فکر که چه اشرف غنی و عبدالله پیو خلطی که واچه و او ملت بلی خواته واچه و دا غند صاحب په نهایت که نوکران دی چاکران دی اشغال قبول کرده ملت بدبخ کرده دا اندغا اشرف غنی دا عبدالله 15 کال از انصر کلک ساته لیو آقا چې هغه کړی و هغه باید نه وای قبول کړی هغه شیطان هم دي تا لمن لاندې سنجاق د لاولې ورځې نو ته شیطان خبره منې دي خاطر به دا اوس فیرم دغه د انتخاباتو په هکله بیا زه خو دشې هغه لرم نظر چې تاسو مسؤول چې یا به عبدالله یا اشرف عبدالله صاحب دغه ټولې رایې د دوه ویشتو نه تر پنځه ویشتو فیصدو پورې زیاتې نه دي. ولې نه دي؟ خو نه دی زه د نه نه باید دی ولی نه دی ولی نه دی نه نه خو ته ماته یو دا ووایه دغه حکومت خو د 15 کاله تجربه دواړو ورکړې ده نو ولی یو ډېره رایې وګټي یو کمه رایې وګټي ولی نه ولی خو علت یې راته ووایه دا ولی او اشرف غني تقریبا نه خو هغه خو حکومتي هغه نه امکاناتو نه استفاده کړې ده مامورینو ته یې ویلي ما ته رایه راکړه خلکو ته یې پیسې و تقلب یې کړی ده تقلب یې کړی بل وار یې هم تقلب کړی و د اکا زوی ده تقلب یې کړی څنګه یې کړم. نه تا نه ده خو ته به البته کوم بل پیوند لرې او زه خو یې نه لرم اوس ته ولې افغانستان ته ځې چی کوې هلته افغانستان کې چی شي کوې و هماغه شخصي کار دی په همدوی پورې به تړلی یي دا به د زه تلویزیون لرم په خلکو پورې تړلی ده دغه درست ده خبرې نه 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 پوهېږم چې پنځه څلوېښت کاله چی دي کړي زه یې تا نه پېژنم نوم دی چی ده دی تاسو نوم چی ده صاحب؟ زما نوم عبدالرحمن عبدالرحمن خو دیر دی دومره عبدالرحمن یا عبدالرحمن خو یو پاچه هم بود افغانستان تخلص چی؟ پاچه هم بود زه پاچه هم نیم خو مصد یعنی دا بسی نه 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 اوز خبره چی شیده اوز تو چی غواری چی بو وای؟ خبره بدی کرده یعنی تا اول دا دورستی سفاق مثلا دا پیزی سفاق مثلا دا پیزی سفاق
او رای خو خدا رای ما دیره واده زفرس که دی رای یولک رای دی دی اضافه وی گته چی شیده خو اماغا مزدور ده اماغا نوکر ده بیازی اماغا سفارت امریکای و پڑای پغاره کیا چی کشی ده خو خو تم لک زرا فکر رو که چتی چتی ده زین پختانم چی چیغی بای ویلی رازی ده شفغنی بابا ده و ده ده وقت ایت بابا نده و رو آقا احمد شا بابا بابا اون در څوک چې اشرف غني ته بابا وایي حتماً هم هلته یو چېرته اقتصادي ګټې لري او چې دایکي دغه ګټې م هلته مرفوع دي. صادق سړی چې د افغانستان لپاره اوښکې توی کې دي چا پلوي نه کوي، نه د اشرف غني، نه د عبدالله، نه د د پښتانه هم اکثرا لاړل عبدالله سره. بیا هغوی شپاګو هغې د یار یو کې یو یو لکرایه ویسي، هغوی یوه غوزه تشکیل کړې ده، د هغوی باید زیایي. دا څنګه یو نفر دومره ډېره رایه لري او نور غونډ مجموعاً ډېره کمه رایه لري؟ بیا که ویم لري دا اشرف غني پادشا سو یو 15 کاله نور به هم بیا غلامي کوي، مزدوري به کوي، وطن به په خاورو په دوړو ککړ پکړي. ما ډېر هغه ورته دا و سفارش ته بس ده استعفا وکړه وروره، بس دې ده چلولی نشې چې ټي نوکري ونوکري، بس دې ده 15 کاله دي اس پوس غلاو بیا دې هغه هم راوستی و. عبدالله د ځان سره سریخ کړی و، یو چا بل چا ورسره سنجاق کړی و، دا ورې بیا ورسره سنجاق کوي. دا خو قدرت و اختیار نه لري. اوس ته دا خبرې کوي عبدالرحمن خان او د سبا کې د سفارت امریکا راشي یا د پامپیو راشي او داړي ورته جنګي کي ورته وایي د عبدالله ومنه مسله د منافع د ملي د افغانستان لپاره یو 15 کاله نور هم دی رئیس د اجرایه د مو خرک و درک. ته فکر کوي دای به یې ونه مني؟ مني دای څه اختیار لري؟ وی نه مني باس یې زه پرک شوی تا رایه کمه ده یا بل زیاته ده. دا غونډه آرا خو هغوی شمیري، دوی خو یې نه شمیري، هغوی خو یې ګماري. دوی انتخابات کوي، ورځ به هغه کوي، تمثیلي دیموکراسي منډې مظاهرې، آخر کې خو ایتال مخې کرزه یې په بن کې چا مقرر کړي د سیرت په مقابل کې هم دوی به مقرر کړي د هغه یولس رایې وي د یوه رایه وړې وه. خبره په هغه کې نه ده، نه آرا ده، نه دیموکراسي ده، نه هغه ده. ته عبدالرحمن غاړه دې مه بندوه چټي چټي. بلې السلام علیکم. آقای خطاب السلام علیکم. بفرمایید. علیکم السلام. همه هموطن های عزیز مهربانی. آقای خطاب در مورد ازی که کسایی که دفاع میکنن هنوزم از یادمه که ای شرم و ننگ و مایه تأسف و وحشت است بر تمام کسی که خدا نام خدا افغان بگیره یا به میخواب تعلق داشته باشه. ای آدم اصلا به کس اگیر بابا بگویه ما نمیخوایم توهین کنم، اما گفتیم که در طول تاریخ افغانستان از این که بی‌ناموس‌تر انسان وجود نداشته در رأس یک دستگاه. نمیده مسئله ناموس شرم است که این آدم اتو بگوید. و از این خاطر هم است که بعضی گپا در درون افغانستان که من نمیخوایم زیاد سر از او بپیچم در ارتباط با قوم و زادگاه و اینا پیچ خورده. به هر صورت اما در رأس از اینا اونمو امریکا، ناتو، اونمو و اشیای سیایی و استخبارات دیگه قرار داره که اینا و این مسائل بارا میکنن. در مورد ازی که یک ضرب المثل است، میگن صد زدن زرگر و یک زدن آهنگر. چشم از یار صدقه. ای فرزنده های اصیله که میرن و واقعا این یک واقعیت است. ای که آدم از کتاب و تئوری و دموکراسی و ویکیپیدیا و اینا گپ بزنه و اون دگان مجالسه که میفهمن که روشن فکر هست گپ بزنین و برای خودتان منطقه در این تلویزیون. من چیزی که میگم از واقعیت ها گپ میزنم که ارتباط نداره که طالب باشی غالب باشی، هرچی واقعیت واقعیت است. او بر بودن خود ضرورت به ما و خدا خطاب و یکی دیگه ضرورت نداره. او یک واقعیت است. این یک واقعیت است که اینا واقعا سرسپرده هستن چیزی که کردن در درون بگرام. اما تو یک زدن آهنگر و تایی که تو زدن ها نباشه ای شیطان تاغوت از وطن شما نمی برایه. به بانه ازی که
6 ماه 7 ماه تقریبا یک سال پیش یادم گفته بود که من در حدود 6000 عسکر خود از افغانستان خارج میکنم و این هیچ ارتباط با مذاکرات نداره. منطقه کسایی بودن که برای از اینها توصیه کردن که بیا اینمی که میکنی کاره بیگه از یک استفاده سیاسی که به نام مذاکرات و به نام ازی که برای من امتیاز بدین که اگه هم پلوغ زدی باز میگه حال او رو چیزایی که نوشته کردن در پتکی و قطروالا و اینا این خود در جیب احترام پس او رو گرفته قارین فروش واری او رو نگاه کده میفهمه که ازی که در پایان نمیه فرضیه بالاتر هم میخواه سبا میگه اونو که امزام شوه ای خط لعنتی بیسی تو باز سباش یک بانه دیگه میگیره او رو میکنه بله بله مثل که ایران کرد مثل که چرا این مردم نمیفهم آیا واقعا آقای خطاب یا نمیفهمن قطعا نتونست ما که میفهم و از ما که در صد برابر فهمیده درست کل از این چیزا هم دیست اینا با هم رابطه دارن روابط نزدیک 12 حداقل از سال 2012 و یکی از دلایلی که آدم آستا آستا تو بر آدم روشن میشه که رحلت امیرالمومنین رحمت الله علیه ملا محمد عمر آخوندم در سال 2012 های ارتباط نداشت با ایجاد دفتر قطر یا کل سوال است که آستا آستا پیش به آیا کشتن مولوی سمیع الحق ارتباط نداشت با رفتن به قطر که باز شیشتن که او گفته بود من امرایتان میرم و از بین بردن بسیاری مسائل است که من هم میخوایم در باریز بره که واضح و پوسکنده برای من میگه که اینا با هم یک جای هستن بله و یک دسیسی تشکر بسیار طولانی شد قنده بله سلام علیکم سلام الو محترم خطاب صاحب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته میربانی زمانم عبدالله دورانی دی او دنمارک خسته است څنګه دورانی صاحب تا جارسم ډیر مننه د کومک محبت لطف دی ورور مخدم چوما د تلویزیون ته میربانی وکړه ډیر لطف دی وکړه او تا قربان شوم د ټول وظیفه د خطاب تر هر ته مخ غواړم چې نن د ډیر خوشحالي احساس کوم چې تاسو سره د دستونو خبرو په خبرونه کې برخه اخلم مهرباني او موقع راته مساعد وسوله ولینه نو باید که ساتي اجازه وي چون ما اوله فلا تلیفون کړ دي ساتي د خبرونه ته او د دستونو خبرو پروګرام ته نو په دې حق غواړم یو لاند او مختصر نظر وایم مهرباني وکړئ خوشاله کی خطاب صاحب ما په نظر سره واقعا د دستونو خبرو خبرونه په مثال د هغه مکتب یا مدرسې ده په کومه کې چې د افغانستان پر مظلوم او بیچاره ملت باندې چې کوم ظلمونه او جنایتونه روان دي د هغه په حق له مفصل ذکر او بیان په ډېر ایمانداري او اخلاص سره کیږي او بل طرف ته د هغو ظالمانو وطن فروشانو شر او فساد په ډېره میړانه او بهادري سره رسوا کیږي او د هغه څخه پردې پورته کیږي بله چې د دې کریډیټ خطاب صاحب په خاص ډول اول تاسو درکول کیږي او بیا هغه زړورو او دلاورو حق پرستو لیدونکو او اوریدونکو ته چې دوی د حق په ملاتړ سره تلیفونونه کوي او خپل نظر بیانوي نو زما په نظر سره داسې تلویزیوني شبکې په افغانستان کې یا د افغانستان څخه ډېرې کمې پیدا کیږي چې هغوی دې واقعا د افغانستان د مظلوم د ملت آواز او حقایق په دومره میړانه او دلاوري سره پکښې بیان کړی شي نو زما په نظر سره پر موږ ټولو مسلمانو حق پرستو افغانانو باندې لازمه ده چې د داسې شبکو او خپرونو مادي او معنوي مرسته او ملاتړ وکړو او پرې نه ږدو چې همیشه ټول بوج او تکلیف فقط د یوه شخص پر سر باندې پاتې وي بلکې موږ هم هر یو د خپل توان طاقت او صلاحیت په اندازه سره دغه د خیر او برکت په کار کښې برخه واخلو کړیم دي ډېره مننه په اخر کښې یو ځل بیا ستاسو د توجه څخه ډېر تشکر او مننه کوم چې ما ته مو دغه د حق او حقیقت په مدرسه کې د یو شاګرد په حیث باندې د ګډون اجازه راکړي ډېره مننه ستاسو د توجه څخه دوراني صاحب محترم ډېره مننه یو له هغه ډلې نه د دوراني صاحب و چې مهرباني وکړه او په تلویزیون سره یې مرسته وکړه او ښه ډېره مرسته یې وکړه مهرباني وکړه همدغه دمی اسنۍ کې تا
تلویزیون چالان بود به اعلانات رفتیم. بعض دوستا از کانادا تلفن زدن و تعهد کمک و همکاری کردن از لحاظ مادی به تلویزیون. چپ و راست لطف میشه. دیگه معلوم میشه که حق جای خود میگیره و برای یک شبکه حق گو به حیث یک ثواب مردم کمک میکنه، لطف میداره. و در حقیقت صدای مردم افغانستان رو میخواین تقویه کنن. دیگه ما از اونا سر سپاس رو دارم و تشکر. لطف میکنه خانیشان آباد. ما هم دعا گویی داریم در حقی از اونا کمی تعداد زیاد شون، نه ای که با تلویزیون پیام افغان در هر راه خیری که میتونن که سود از او به مردم برسه. شما میدانین در افغانستان روشنگری افکار مردم که امروز سخت در جنگ قرار داره. همین تو که یکی از دوستا گفتن اکثر شبکه های افغانستان شبکه های دولتی و پابند اصول همی احزاب هستن. فرزند دوستم و عطای نور و نمیدانم هم شبکه شورای نزار و همی فراریه دوران طالب و اینا هر کدام یک دو تا تلویزیون و یک تلویزیون به نام یک کس دیگه باز کرده مونتا امو پالیسی از اونا رو تمثیل میداره. و یا در عام فرض کنیم توسط قوای اشغال و تلویزیون پالیسی از اونا رو منعکس میسازه. دیگه بنابراین تو تلویزیون یا شبکه های مردمی در افغانستان که حقایق بیان بداره و تو موجود نیست. حتی میگه خود کرزای همی کابل نیوز از آقای کرزای از تلویزیون اوناست. یعنی هر یکی امروز دسترسی داره. یک وقت تلویزیون دولتی بود. همین دموکراسی دیگه ایلا داده دامانه هر کس که هر چیز میگه و بیان میداره. بنان صدای مردم در میانه خاموش است، گم است، نیست. و تلویزیون یا شبکه خصوصا تلویزیون که سمی و بسریس و سراسریس این میتونه بسیار مؤثر واقع شوه برای روشنگری و روشن ساختن افکار مردم. دیگه بیاین لطفا از این شبکه استفاده بدارین، بی پرده تو سپین اوریان صحبتتان بدارین برای منافع اولیای کشور. بله، سلام علیکم. سلام و علیکم سلام. بفرمایید. آجی صاحب محترم، اولا تشکر میکنم از شما و ایرم و شکایت نمیگم بلکه یک افتخار با شما نصیب میشه که سر من 50 دقیقه از در اولین هستم و دیگه تلویزیون ها هم با خبرشان هستم سر که منتظر هستم که چی کسی زنگ میزنه بالاخره خودشان میایم میگم و خودشان میشتم هم مثل تلویزیون و های مسکین ها میره پس کار خود بعدم چند دقیقه هم که هست من فهمم پیسه را دو لکه چی کرد رفت پس کار خدا رو باز دست مگدهی زده. ما به شما افتخار میکنم. شکر میکنم. اینجا در قصد روی خط هستم. یک ببخشین. نامینیت هست با شما و تلویزیون شما. چیزی میگفته؟ ما گفتم ببخشین که انتظار میکشین ولا لاچار دیگه من نمیفهم کی دیگه. نیتر یک فخر هست. با خود من فخر میکنم. امی آقای مومند بسیار قار بود. مدامی اعلانات رفتم گفتم میگه نمره مرا میبینی نمیورداری. گفتم والا خدا شاید است من نمره هیچ کس نمیبینم. خواهی چراغا گل و بل میشه. دیگه هر کدامیشه که فشار میتونم یکی از دوستان میبرای باز او آدم فهمید که قصدی نبوده. از شما هم قصدی نیست بفرم. آجی صاحب محترم، من سال خواست با شما هستم. ایج وقت شما این منظور بوگیم یا نگیم خود ما یک شاهد معتبر هستم که این گپ نیست تلویزیون شما دیگه را بوده و هست و شما میبینیم که اگر راجع به ازیار صحبت کنیم باز یک شبک برنامه بگیریم که ما کل اصفار ازیار رو بگیم آدم هم ساختگیست، تلیفون هم ساختگیست و صحبت یا داشنامه هم که میزنم ساختگیست یک تلویزیون هست مثلا خودش اسلام و مسلمان ها رو در داشنام نمیزنه یک چند نفر هست که اون اصفار رو میره در ایلنگ باز خودش میره توبه توبه علا توبه کنیم خدا من هم من این چیزها رو در تلویزیون شما ندیدم. بگو شکایت میکنم این چیزا نیست. الحمدلله همه چیز صاف و صادقانه و صاحب شکل خوب پیش میرم. من گفتم که من بسیار خوشحال هستم که همونطور تلفنی ما اگه شما بخواییم نمره من هم داره میتونیم که نگیریم همونجا موافقی که داشت کنیم ما میتونیم که دوری نگیریم ولی همیشه تلفنی من گرفته شده اگر شما در قیماندیم خیره باجی سر بمترم از وقت استفاده کنم زایه نشه در قسمت شاید دورانی افسوس و صد افسوس امی امید کرزای، امی گلاغای شرزای، امی رازاق قماندان مچول دیوانه بچه خاندش بود از اسمت مسلم که فامیل از این ملیشی ها بودم آدم کشتم خود زایشای عبادم چرفی گوباز یک رئیم غلام بچه داشتی ها اینه میام خود عبدالی میگفتم اینه میام خود مامزهی میگفتم و
راجی به از اون من نمیخوام که چیزی بگم من در وقت بودیم نی از کسی شده تاریخ های ما هم دروغ بوده هر چیزی که فیلمی که درست کردن اونو ما نمیتونیم بایش سند بگیریم آجی سر در ارتباط به انتخابات ما همین روزای شب روزای انتخابات هست یک از بدترین چهره های سیاسی در بین این کاندیدورا که به شب شوقی و آماتوری خود کاندید ساخته و شناختی از کشور هم نداره یک فرد اسم نام فرامرز تمنا ای با معلوماتی که معذرات جمع آوری کردیم چه این شخص به تو معذرات است ما فکر میکنم امکان داری از این جواسیس و فارغ التحصیل های جدیدی اسرائیل باشه زنش هم آوازه در کنار عکسش باعث یک وسیله او را فشان کرده و پودر را لبسینی را استاره کرده یک خانم توتولوی گونده که معلوم نیستی فارسی گپ میزنه پشتو گپ میزنه افغان از غیر افغان فرز ایش فرامرز تمنا یک جایزگر سیاسی است از عبدالله و غنی میخواهد زورگیری کنه و فلنگی سیاسی شد که کدام وزارت و سفارت به خود و خانومش توفه میتن که خبر دارم هم اگه که دامات هوا علم نورستانی است که خوشی از این میشه آقای تمنا نتیجه را اعلان میخواهد یعنی وقتی کنن که این فامیل تعداد زیاد یعنی مسیح فعالیت دارن و که نیسونه های انتخاباتی با صدقا تن نفر دارن که در همه ولایت صندوق ها رسد یا مسلحانه به دیرامان گرفتن و چاندنی برای فامیل خود دارن سد یا کدام هدف دیگه ندارن که در اینجا خود یعنی هوا علم نورستانی هم از طرف یعنی یوسف نورستانی تعیین شده یک موضوع سد که روانر شما خواستیم تفسیر در موضوع قطر و طالبان سد ملت ما خودم آرزو با شما چنانی که ناتو به زور به افغانستان تجاوز کرده بود افغانستان اینا را به زور از افغانستان ما بیرون میکنیم همچنانی که روس زور حزب اسلامی حکمتیار از افغانستان بیرون کرد احمد شاه مسعود دو سر راه را گرفت ری کرد دو کرد در این استباس های بسیار موضوعی طولانی است من شاهد احمد شاه مسعود جهاد نکرد راه همیشه سر راه سالنگ یا دزدی میکردم از اون وقتم دوست بودم به سال 92 میاد دوست بودم همی حالا کم سر دوست داشتم ملت آرزو داشت که طالب بزرگ چند سیلی اقلا به می رخصار امریکا زایی دیوانه که به میلیاردها دلار پول که تو دزدی کردی در زیر کدام درخت بوته بیادن پوست کردی از یاخ اعتراف میگرفت حکومت استخباراتی کابل که خلقه و پرچمیات و اسم نزیر را گذاشته سبی هم جسمازه حکومت اسلامی سید اما افسوس سر که یک کلمه میخوایم به طالب بگم که طالب هم خود فروخت در کشور دشمن شوروی فعلا در قطر پیش امریکا در واقعی تو واقعیت من میگم که زانی زده بد کردین جد زدین گو خوردین که ما امریکایی را کشتیم برادر این چی رفتن گرد زدن است بعد از این ساکر افغان هم ما میکشیم با ساکر امریکایی کار نداریم ما که میبینیم این سوهیل شاهین اینا سر بیچ ارتباط با طالبان نداره همین گروپ ما خود چرای از یار مشتاسیم خود آقای عیبت الله دنیا آقای زبیالای مجهد بخواییم بیاییم هر کسی یک اساس نامه داره یک پلان داره یک صحبت داره که چی میخواد همین آدم هم کی هستن که در قطر شش تا فن صحبت میکنم من بسیار طولانی بله بله که صحبت های شما با خدای کریم رو بله. وقت گفتین درست میگم امکان داره یا حیات قطر رو دیگه مگر خود تا جایی که متن حوادث آدم مطالعه میداره و چیزی که اعلان میشه در بیرون ما میشنیم یکی در عقب پرده ها چی گپ هست همین قرار دادم خلیلزاد با دست خودم وقتی که باید امضا میشد با دست خود گرفته بود برای چی نشان داد اشرف غنی کی را بخوان مگر نگاه کده نمیتنی باز پس از او گرفت یک رئیس جمهوری که قرار داده برای از او نمیدادن که حتی نگه داره و باز برن و در خفا ذره ذره بخوانن دیگه باز طالب تشویق کنین که با مرای امو تو یک حکومت بره و بینشین و مسائل افغانستان حل و فصل کنه اینا اعتبار یک قرار داده که میان طالب و امریکا امضا میشد با دارایشان اونا را نداشت اعتبار بالای از اونا قرار داده برایش نگذاشت من تعجب میکنم یعنی واقعا تو خطوط با هم وصل بسازین این چیز از درست نمیشه جز شیطانه آلیا مامو در عقب پرده های تاری ما فکر میکنم مامو حیاته که افغانستان هم فرستاده بود در قطر او را خلیلزاد طالبا را گفته بود که قبول نکنین نپذیرین باز در بیرون میامد شیطان واری که ای کاش او را قبول میکدن و چرا نپذیرفتن بسیار خوب بود که میان افغان ها یک تاعتی نظر صورت میگرفت چند جانبه گپ بزن و دیگه کن همینطور است متاسفانه همینطوری که مزدور در داخل داره در ارگ داره در گفتشونود قطر هم خلیلزاد هم یکی از نوکرای امریکاست وایسرای از اینا است خانمی از اونا دیگه دیگه کلی مشهود است جالب یعنی یقینا شما اگر همینطور چی میگه زربین پرتین قمی کروب است در اون که هیچ حد نداره
درست میگم آقای عظیم جان، اوضاع رو خوب تشریح میکنین، درست میگین. یک گمان هم همی است که اینا اختیار ندارن، مگر از جانب خوب در برابر یک هیولا، یک جنجال افغانستان قرار گرفته، از هر طرفی که یک دریچگک واز شد و یک روشنی مفته، کلگی اون طرف میدواد که چطور کنیم او برادر. یکی از آسمان ها ملائکا بیاین و وضع افغانستان ها، یا یک پیغمبر برای افغانستان نازل میشد و خداوند به قدرت خود او رو نمیدان، یا سور اسرافیل زده شد و کل دنیا بمیره. مگر حال فعلا در می شرایط زیچ سیاسی که چپ و راست دشمن داره، پاکستان دشمن، ایران دشمن، روس هم دشمن ماست، اونجا نرین ننیشینین، چین که هست و هم بیادر دشمن ماست، صاحب دروغ میگه نمیدانم، انگلیس دشمن، 49 کشور دشمن، باز در درون که هم کسایی که میگه باید دشمن هستن، خود از هم دشمنی میکنن. یه حالا والا انتخابات علی آقا میان که ما رفتیم از افغانستان رو بودیم، اشرف غنی انتخابات میان، انتخابات ببره برای کی میبره؟ خب برای امریکا میبره. ولی دی خوارنه که تی پختونه می، دی همه چا بابا خبری دیم واوری دیم. آقا تال تا قلم راوی وسیکا و دلتا دینه تا افغانستان که وطن در نینی والا دا چلور نه، یعنی دا لوی هیوادون را آقیلی دی اطلافی کرده افغانستان پا خاورو که نه والا دا پا مصیبت. که تیر اختیار پختونی باید دور تو ایچه بد که ویچه دا تاسید. زی دا انتخاباتو که اتای سنی سی. ای چا تا رای ما ورکی. هر یو تا چی رای ورکی یو مزدود تا رای ورکی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم. الو. الو بفرمایید. سلام نونی که ایلی خطاس و تاس. سنگه اورو را جور پا خیر و خیر. خیر. خبری وکم لگ معلومات درکم هم دا پدی راپور که چه سالور سوا دیپلوماتان و جنرالان و دا غدی زمی شما زبان سر دا امریکا خاص بازرس یا محقق خبری کلی دا غی سر امرکی کلی بیدا راپور دواز راپان دا و دا واشنگتن پوست لکلی چه منگا دره کالا ماکامه که دی پاکلا کیس و چالاو چه دا منگ دا اجازه راکلا شا چه چخ پوری که کنا اغم د معلومات ته د لاسرسي د قانون په اساس هغه محکمه اجازه ورکړي چې یعنی خلاق لري چې د راپور خپور شي او خلپوش شي اصلي خبره چا ده. په دې هکله یو دانه امریکایي ژورنالیست ده، هغه خبرې ما اورېدلې، نو هغه هم پرې ډېر کلک خبرون ښودلی چې څنګه زموږ دولتونه زموږ د خلکو نه دومره خاص معلومات پټ کړي، $2-3 million یې تمه سره کړي، د چار کړي چې زموږ خپل حل دلته بې کوره حل لرو، او دوه سرتیری پکې مړه شوي، شلزرو نه ډېر زخمیان شوي، او ډېر سرتیری ټول اولکه، او 15,000 عسکر هلته افغانستان ته تللي دي او راغلي دي. په دې کښې ډېری عسکرو رواني حالت ډېر خراب شوی دی. نو همدغه څو خبرې چې ډېرې مهمې وې، نو هغه ویل چې دغه واشنگتن پوسټ دا کوم راپور اوس خپور کړی دی چې دې ته چې د دولت څنګه اجازه ورکړي چې خپور شو، او دا خبره په کوشه کار چې دا ټنګون دا راپور هغه کړی رد کړی. خو هغه دغه امریکایي ژورنالیست جیمی ډور چې نومېږي، هغه هم ډېر خپرونې هغه کوي جوړوي، هغه ویل چې د دې خبرو نه داسې ښکاري چې دوی په پټه کښې دا پرېکړه کړې چې د دې افغانستان نه وځي، خو چې دوی به د امریکا د انتخابات نه وروسته وځي که به د هغې نه مخکې وځي، خو داسې ښکاري چې دا پرېکړه کړې ده، خو وایي نه. او دا داو نظریاتی ویلی دی دا راپور می ابل رس خبریم پیو کری طولوم نشر کری دا کری دا معلومه نده دا واشنگتن پوست و نیویارک تایمز دویم وایی چی امریکا حکومت کلک واری چی و شایی راو باسی لامغ نشریات لوگو سر یو مصلحت یو مقتا که دا ایلانون که یا زینی خبری را باسی اعلانه یې ملت ته یې وایي. بلکې دلته هم د حکومت امریکا هم هغه ده آزاد لاس نه لري، یو مخفي حکومت دننه ده چې هغوی کنټرولوي حرکات و سکنات. رئیس جمهور د امریکا هغه ده، دا چې له افغانستانه وځي او نه وځي، یو خو دا ده چې یو 10,000 عسکره دي، هغه خو په یو دوه ورځو کې وځي. لکه چې یو دوست وویل چې
دا یو میلیون رای خو په یو ورځ کې حسابیږي ولې نه حسابوي. د دوی عسکرم چې لاس تیاری ورته بندې کې غونډه وځي ځي په خپله مخه. دا نو ډېر وخت ضرورت نه لري. نو افغانستان په غم کې اوس هم نه دي، هغه وخت کې بیا څه غم خوري چې بیا د افغانستان د ښځې حق څنګه کیږي. او دا غونډه سیاسي هغه دي، دروغ دي او چلبازۍ دي او شیطنت ده چې خلک غولوي. نو دا چې دا انجام به د اشغال څه وختي او څنګه کیږي، هغه د آینده به څه کیږي افغانستان ته، لیو جنجال به بل جنجال ته وروړیږي، لیوې کندې بلې کندې ته. تر اوسه خو دا څلوېښت کاله کلونه د افغانستان د خلکو لپاره نه و. اوله زه د هغه سری لښکر یو بې دفاع خلک تمرین هم نه درلود. دا څلوېښت کاله د پادشاه په وخت کې یو کلی کې ډز هم نه و سوی. دا زموږ سرخاب لوګر کې یو پنځو نفرو توپک درلود. بیا به کوم واده چې سو بیا هغو چې د پلاني توپک راوړی چې ډېر ښه نه ښولي، ملخای توپک ته نه پوهېږم، د انګلیسای توپک ته سور نه راځي او زر نه سور کیږي. ځینې چې کچا توپک و هغه به بیا لږ زره یو دوه ډزه به یې وکړي، د هغه میله به یې وازه شوه. بیا به افغانستان غیر صلاح یو ملک و، جنګ یې نه و کړی. یو ورې دی یو ابر قدرت په مقابل کې ودرېدل، بیا بعد لږ دغه داخلي جنګونه اوسه ډز و ډز د همدغه مسلمانانو منځ کې پیښ شو. بیا پسې طالب راغی یو مجبوریت په اساس، دوی سر پنیست کړي لاړ وتښتېدل دوی. بیا امریکا راغی. دا هره دوره چې اوسن چې یعنی ملت ته ډېر بد و، دغه ځینو ګټې کې وې وړې، مګر دا عام خلک نه نوي خلک په سلو کې هغوی ډېر بد ضرر ولیده. دا چې بیا په آینده کې څه کیږي، زه خو وایم چې دا سړی چې په د خط د فقر د خط لاندې ژوند ولري، بیا هغه ته بې تفاوته ده چې پاس څه کیږي. افغانستان کې خو پاس حکومت تغییر شوی، یو راغلی بل تللی بل راغلی. د داود خان له کودتا نه چې دا پاس کې تغییرات راغلي، لاندې خلک هېڅ خبر هم نه و، مګر هغه زحمت و تکلیف و مصیبت خلکو ګاللی ده. بله سلام علیکم، ما قطعتان میکنم دیگه. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. امیدوار هستم خوب و جور و صحتمند باشی. سلام های خدا برای شما و به تمام بیننده های تلویزیون شما ما تقدیم میکنم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکات. خطاب صاحب، ما میخواستم که بگویم که یک وقت میگفتن در افغانستان میگفتن که امپریالیزم جهانخوار، واقعا امی امپریالیزم جهانخوار است واقعا. به خاطر چی؟ به خاطر از این که میگه که عسکرای ما رو میکشه، میگه افغانستان. افغانستان یک منطقه بسیار استراتژیک است آقای خطاب، و هیچ وقت یا نمیبرایند این طرف به طرف شرق دور، این طرف به طرف شرقی میانه، به طرف کشورهای عربی، خلیج فارس، همه باید مثل یک کپیتال واره سرشان باید از کجا باشه؟ در افغانستان باشه. و این مذاکراتی را مرکتی طالبا میکنند یا یک چیزی ساختگیست، اصلا هدفشان این نیست. یک موضوع و موضوع دوم این گپ ما یادتان باشه، اینو نمیبرایند به هیچ وجه نمیبرایند. چرا خاک افغانستان، هوای افغانستان و آب افغانستان یاد قرارداد دارن. هرگاه یکی از اون کشورها خود شور بده، خود افغانستان قرارداد داره دیگه، اونم میگه که کلش به اختیار ماست. یک موضوع دیگه هم میگم، دین شاور خیلی از دوستا و رفقا سر موضوع پشتون و پشتونیت یا گپ زدن. شما باور بکنین آقای خطاب که سالهای قبل در بین ما مردم افغانستان پشتون و تاجیک و هزاره و ازبکی وجود نداشت، همه گی برادر هم بودن. شما باور بکنین در اون قریه که شما زندگی میکردین، ای طرفتان پشتون بود، ای طرفتان تاجک، ای طرفتان هزاره، ای طرف، این همه گی مثل برادر بودین. حتی مراوضه دوستی و خیشاوندی و چیزا هم با هم داشتین. این موضوع را پاکستان به میان آورد آقای، از نظر ما البته، این نظر شخصی ماست، سیاست ما نمیفهم ولی با سیاست آشنایی دارم.
پاکستان یا شما میفهمید که پشتون های لر و بر وجود داره، یعنی پشتون های او طرف در پاکستان است و پشتون های این طرف هم در افغانستان است و پاکستان حراس داره از این پشتون های بر بل. یعنی پشتون هایی که در اون طرف هست از اینا حراس داره، میگن نشکی یک روزی بل. اینا با پشتون های داخل افغانستان دست به هم کنن و یعنی حتی زیادی از این قلم را اومده که از افغان ها بودن همین پس دوباره بگیرن. به این خاطر این چی کار کرد؟ یکوانه کار که کرد خیانت بسیار عمده را به پشتون ها کرد. بله بسیار تشکر بیادر اما گیره از امی قوم گرفت گا پا فهمیدم سد امیال صدر اعظم پاکستان پشتون هست، عمران خان پشتون هست، امی جنرال های قوی قوی هست و کلشان پشتون هست، یه قدر پشتون داره امی ایس چی بل هست ایس های و نظام پاکستان یعنی رتبه و منصب داره و دیگه پنجابی ها وقت شاید نداشته باشه. و امید گل هم پشتون بود، یعنی اونای راسی او را نداره، به قدر که پشتون در پاکستان آرام است در افغانستان خو آرام نیست. برین شما مطالعه کنین امو سطح زندگی کسایی که در پاکستان زندگی میکنه، ولی او پشتون خود دیوانه نیست که بیاد در افغانستان و ما میرم افغانستان که یک وقتی خاک ما بود ولی برم در فقر بدبختی خود بمره از یا پرتیم زندگی خود ایلا بتن و در زیر قلم رای پاکستان بسیار آرام هستن اونا. و چرا باید اینجا به اتفاقی رپرت و اگر هم باشه این طرف این پشتونا کلشان میرن این قلم روی این تا کابل قلم روی پاکستان میشه. افغانستان خوب بیادر ایچ نه که سرمایه گذاری کده میتونه، نه علم است نه دانش است، این پشتونا جز شعر که شعر وی و شعر وی، یه قدر شاعری پشتون داریم که کاریگر پشتون درک نداره، شاعری پشتون، هنرمند پشتون. اونجا خوب یادار یک تکر شما برین تلویزیون هست، فرحت هست، آسایش هست، آرامی هست. اکثر از امی پشتونه ای پیشاوری رو در امی لاس انجلس ما میشناسم، داکتر، ماستر، درون متن خانیشان مرا میمان کرده. برین به کلی متفاوت مردم هستن و بسیار این زمین و آسمان از این طرف فرق داره. امی خود انکشاف اجتماعی از و فرحت اجتماعی از اونا، رسیدگی برای از اونا در قلمرو پاکستان فوق العاده است. امیال 2.5 میلیون آدم شما در می پیشاور زندگی میکنه زیر سلطه پاکستان، آرام هستن، تجارت دارن، خانه و کاشانه، جنگ نیست، امنیت هست، دیگه است، دیگه است، همه تو در ایران. این چیزای تیوری هایی که ما احساساتی که ما فکر میکنم و گمان میبرم که این ترق شود زیر دنبه یکی خار برد این شورای نظار علی پاکستانی کار کرده. این را ترام نکنیم. پاکستان اگر قدر به اموریتان حاکم است دیگه ما هم تعجب خواهد کرد. بله سلام علیکم. الو و علیکم السلام. خطاب سر استاد و استاد تلویزیون که تو از خود سلامون کشیده و آمده کم. و علیکم سلام. میره بانی و کسی اینجا خطاب سر جو خواهد سر خیر خیر خطاب سر دقیقا راجی پدا انتخابات و بانی دستان افغانستان که ما تکم ارز بانی انتخابات و داخل دیر شارم خبر از آواز دا خیاتان تا موچیانا و موچیانا تا منگا عزت لرو په عزت سترګ ورته ګورو په دې باندې موچان ورته ما سدا ګنډلي اشکېدلي شیان ګنډي دا ډېر د شرم خبره ده. په افغانستان کې ما خپل زوی مریض و لس بجې د ورځې د انتخاباتو په ورځ باندې په ښار کې وسې د پاکستاني خبره کافي لګېد و اضطراري حالات و تا به چا کودتا کړې په دې افغانستان کې څوک ته نږدې چېرې تا په زر کسانه په لغمان کې و اویا زره کسانو رای اچولي دي. ما په لغمان کې زر کسانه د رای په ورځ نه دي لیدلي په سترګو باندې په ورسوالیو کې باندې جنګ و نو دا رای کوم ځای کې اچول شوي دي دا چا ته ورکړی شوي دي دا خو ټول دروغ دي. بیا چې دغه هر څومره مونږ ووایو چې دا ټولې دغه رای د دوی صحیح دي دا 15 میلیونه خلکو باندې آیا دغه 2 میلیونه رای د 15 میلیونه خلکو نمایندګي کولی شي؟ دا خو ډېر د شرم خبره ده. دا کوم عقل منی دا کوم سالم انسان مونږ خدای الحمدلله ځان ته مسلمانانو یو کلیبه ویو مونږ تاسو څنګه دا عقل منی چې 2 میلیونه خلک دې 15 میلیونه خلکو په هغه باندې سرنوشت باندې لوبې وکړي؟ دا څنګه ته د قناعت وړ خبره نه ده؟ امریکا ولې په خپل ملک کې ټول نفوس د دوی په اکثریت د دوی په رایو کې په لندن کې اوس نن د رای ورکول نو اکثره خلک دلته په رایو کې هغه برخه اخلي او د ما په ملک
دل خلق رایا که برخافی دا خود دیر در شرم خبره دا دا دیر تکم دیموکراسی وی دا دیر تکم خپلواکی وی دیر شرم دا دی باید بیخی دیر دیموکراسی نو موانخ دی دیر بیخی دیر خپلواکی نو موانخ دی خپلواکی هم دا چیزی که بیزیدش من نخلقو که تا دو من نخل دای در کهی او دا د درست ویلې موږ په دې خبرې کړې ډېره مننه بلې سلام علیکم آقای خطاب سلام و احترام مرام بدید و علیکم سلام بفرمایید سب امیدوارشتم دارای صحت تو کامل باشه همچنان من شما صحت شما گوینده های محترم میکارین و ما شنونده ها درامو میکنین زمین حاصل صحبت های بعضی دوستای شما سوال در ذهن من ایجاد شده آقای خطاب شما هفته سه برنامه دو نیم ساعته سیاسی دارین در رابطه با اوضاع سیاسی کشور تحلیل تفصیل میکنین از درد و رنج وطن صحبت میکنین حدیث و آیه قرآن شریف هم میگین نظرها دعوت میکنین که بیاین زنگ بزنین نظرات خود ابراز بدارین خب مجرده که برنامه شما شروع بشه یک گده خاصی از دوستای دائمی برنامه شما یک پای دیگه زنگ میزنن با مو شعار یک نواخت دائمی شروع میکنن به زشترین دو دشنام به افراد و اشخاص به قوم گروه ها بدون رعایت ادب بناموس میگن بناموس خود به لفظ از بر یک برد بناموس ناموس فروش مردگو ارامی غلام بچه بچه مومه نمیفهم تاجیک بره تاجیکستان و هزاره بره ایران و علمی گپا ادی فحش توین های غیر اخلاقی چند نفر معلوم الان از آدرس برنامه شما و شخصیت ملیگرایی شما و به شخصیت بهترهایی شما صدمه نمی رسانه نیمی سوال بره شما بدون از این که قرش این سر من امیره جواب بودتن چطور امی گپ خودت اگه شیر بگویی برای افغانستان شخصیت ما بالا نمیره یا ادبیات بسیار بالا استعمال کنین هیچ به شخصیت ما ارتباط نمیگیره شخصیت خودت است و کلام خودت است نظر خودت است و اگر یک نفر بیا کلماتی را که شما اول شما چرا این چیزی را که بعد از سوره دوباره آوردین دوباره برای مردم پخش کردین و اگر شما دانسته استین و فهیم استین و یک نصیحت عمومی میکردین که ادبیات خوب است با هم آشتی دوستی دیگه دیگه یکی یک روانشناس دوست ماست میگه اگر شما میخواین یک نفر بسیار دو بزنین برش بگوین که یکی میگفت که لعنت به خودت تو خودت فاز کنیم فلانی استی دیگه بگو فلانی میگفت خودت خو قهر میشه بالای فلانی و آدم غرض نمیگیره در حالی که همو آدم قصدی گفتن داره که او آدم بگوی دیگه شما هم باید احتیاط کنین که یک چیزی را که دیگه گفته خودت کلش آوردی اگه ده نفر دو زده بوده دوی ده نفر خودت یک نفر آمدی بیان داشتین ما برای خودت هم نصیحت میکنم باید یک آدم ایلی سفیدی که در خانه نشستین خانومتان هم به درود حیات گفته و تنها تلویزیون میبین و اینجا ما هم برادر کسی تشویق نکردیم که بیادم این یک چیزی بگو که شخصیت ما خراب شد و باز ما هم فحش بگویم و ناسزا بگویم و دیگه کنم یا او را بگویم آفرین ولی چه خوب ناسزا میگی و کلمات استعمال میکنی هر کس که میاد نظر خودش هست کلام خودش هست لحجه و امو طرز خرام خود از دوست افغانیت هست از افغانستان هست به زبان افغانی به امراید گپ میزن ولی ما چی قصور دارم خوی تلویزیون است ما یک کاسه بسیار مقبول جانان برتان میتونی که خودت در او چی مندازی دیگه ما چی بگویم ما خود که میای تلویزیون باز میشه لاین خالیست با شما میاین او را پر میکنین این ملت افغانستان است یک چند نفر اگه تکراریست سیاست تو هم تکراریست چهره هایی که خود کندید میکنه و هم تکراریست قصه طالب هم تکراریست از قطر هم تکراریست از انتخابات هم تکراریست از زمین مسئله چی میگه که علی پشتون و تاجک خوب است و بد است و دیگه است یا هم تکراریست یه تو یک چیزی که غیر تکراری باشه او را خودت هم مغز عزیز خودت برد این اجازه میته بیا بگو بگو اینی غیر تکراری را ما یاد دارم و دیگه یاد نداشت دیگه که خودت خود شاعران میگی و نویسنده هم میگی و سردار علای غزنیچی هم خود بیان میداری خودت ای رقم باشی
ما خودم تکراری نیم لاین است میاد یکی تکراری میاد یکی غیر تکراری میاد. همین روز بسیار غیر تکراری هم زیاد آمدن بیان داشتن نظریات خود. یکی حتی گفت کاغذ پیچ من از مالی از افغانستان آمدیم تحلیلگر 45 سال هم هستم نام امام عبدالرحمن. نظریاتی او را هم شنیدیم یکی از هالند یکی از این تلویزیون هم فضل خدا جهانی است و چراغش بر طرف میره. شری مردم از همه اکناف یا جهان تلفن میزنن. دیگه او خود قصور تلویزیون نیست. دیگه ما باز کدام تلویزیون تکراری نداره. همیش خودت هم میشنو میرید یک تلویزیون دیگه شعر میگی یا در قلب برای میقوسی هر روز شما رفته تلفن میکنید شعر میگین و باز یکی دیگر از الف تا یا سلام علیکم کچتو هست اینمی مردم هست بعضی علاقه من به تلویزیون هست بعضی هیچ نمیفهمه که تلویزیون افغانی هم موجود است یعنی میگه هست من ما هست خواهی که شما هستیم بعضی ها میبینن افسوس میکنن بعضی ها میبینن دو میزنن بعضی ها تلفن میزنن بعضی ها خو عام هست تو یک چیز نیست که ما خودم جور کردیم او را بله به هر حال همه تو راست برنامه لاینای ما مشغول است ما اتفاقا نمیخواهیم که دیگه کس دیگه بتانم بگیرم برنامه نیگینه ها از فریجان شمال که نطاقی ورزیده و گویندی ورزیده تلویزیون پیام افغانستان بسیار برنامه جالب پخش میدارن ما به اونا تبریک میگم یک چیزی که خوب اونا دارن و ما نمیتونیم اونا تلفون نمیبرداره که عام مرکز تلفون کنه و گفته خود تکراری هم و غیر تکراری هم به بسته پروگرام تهیه میداره و لایو مینشینن و بیان میداره هم بیانات خود پروگرام خود ما هم کار کدام میتونم در یک کنیم ساعت چیزایی که دارم همیشه میتونم پخش کنم نظریات خود ما میخوایم که بیایم ملت حق داره یک رسانی عام داره بیان که نمیاین و خودت شکوا داری رئیس ما چی بگویم خلاصه میکنیم به اینجا ما معذرت میخوایم اگر ما کدام چیزی از زبان ما میبرای یا یکان بار به افکاری عزیز شما خوش نمیخوره مرا به حیث یک انسانی که ضعف انسانی دارم مرا ببخشین چیزی که کدام میتونم بوره و که نمیتونم بوره شما ببخشین چیزی که میتوانم در توانایی های ما هست او را خداوند اجر بده و چیزی که نمیتونم شما ببخشین و خداوند لطف کنه که ما بتانیم به هر حال گران دوستان و تاسی هری و خدای سپارو پا مخی خدای خدای پا.